سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان گرامی، به خصوص عزیزانی که در ایران تشریف دارند و عرایض من رو می شنوند. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن امروز من همونطور که اعلام شده بود آقای طباطبایی، انقلاب و نظام است. با این زیر عنوان، در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود. این عبارت مرحوم آقای طباطبایی که امروز قرار است در مورد اون صحبت کنم. من شهریور تا آبان 1395 4 یادداشت و مقاله درباره عبارت تاریخی آقای طباطبایی منتشر کردم که به تدریج تکمیل شد. مطلب اول یادداشت کوتاهی بود به مناسبت سالروز شهادت علی قدوسی، دومین دادستان کل انقلاب اسلامی. دومین مطلب مقاله‌ای بود با عنوان چرا اولین شهید این انقلاب اسلام بود، 15 شهریور 1395، در پاسخ به واکنش دوست گرامی محمد حسین قدوسی. سومین مطلب مقاله‌ای بود با عنوان این انقلاب یک شهید دارد و آن هم اسلام است، 21 شهریور 95، در شرح نخستین سند مکتوب از این عبارت در کتاب زنده‌یاد محمد رضا حکیمی و پاسخ به دومین واکنش محمد حسین قدوسی. مطلب چهارم مقاله‌ای بود با عنوان در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود، مورخ 24 آبان 1395، درباره مستندات تازه و اطلاعات جدید. پس از 5 سال به اطلاعات تازه‌ای درباره عبارت تاریخی مذکور و زمینه‌های آن دست یافتم که مترصد بودم آنها را مطرح نمایم. ضمناً بعد از مطالب چهارگانه چند مطلب از جمله این دو مطلب منتشر شده است. یکی خبرگزاری فارس از قول همسر علی قدوسی نوشت ادعاهای کدیور صحت ندارد، درباره رابطه امام و علامه طباطبایی خیلی سمپاشی کردند، 16 اردیبهشت 1397، و تاریخ سازی به سبک کدیور، خاطر سازی مجهول و بهتان و علامه طباطبایی، خبرگزاری تسنیم 14 آذر 1400. سخنان امروز تحریر جدیدی از قضیه بر اساس اطلاعات تازه است که برخی جزئیات فرعی و غیر مؤثر در اصل مسئله تصحیح می شود و اصل قضیه بیاری خدا تحکیم می گردد. کوشش می کنم به ترتیب پرسش هایی که در اعلان جلسه مطرح کردم به پیش بروم. بحث اول، اهمیت آرای آقای طباطبایی. چرا نظر صاحب المیزان درباره انقلاب، جمهوری اسلامی و آقای خمینی مهم است؟ آقای سید محمد حسین طباطبایی متولد 1281 تبریز و متوفای 24 آبان 1360 در قم، یکی از بزرگترین شخصیت‌های دینی معاصر است. ایشان نویسنده یکی از مهمترین تفاسیر قرآن کریم و شاخصترین فیلسوف اسلامی قرن اخیر است و بسیاری از اساتید فلسفه و تفسیر و نیز برخی فقها و مراجع از شاگردان ایشان بودند. این جانب نیز در رتبه شاگرد شاگردان ایشان محسوب می شود. آقای طباطبایی معروف به علامه طباطبایی یکی از مؤثرترین شخصیت ها در شکل گیری تفکر اسلامی معاصر است و بر گردن همه ما از جمله من حق دارد. ایشان علاوه بر مراتب علمی به لحاظ اخلاقی و عملی هم از اسوه های تقوا محسوب می شود، علمای ربانی. آقای طباطبایی حیات خود را بر تحقیق و تألیف و تدریس متمرکز کرد، دغدغه اصلیش سیاست نبود. نظرات چنین شخصیت علمی مهمی درباره آقای خمینی، انقلاب 1357 و نظام جمهوری اسلامی مهم است. این دو شخصیت دینی هم عصر شاگردان مشترک فراوانی داشتند، از جمله آقایان حسین علی منتظری، مرتضی مطهری، عبدالله جوادی آملی، حسن حسنزاده آملی، محمد تقی مصباح یزدی، یحیی انصاری شیرازی، ابراهیم امینی و علی قدوسی
که علل اغلب از پیروان آقای خمینی و مدافعان انقلاب بودند. با درگذشت زود هنگام آقای طباطبایی در اوایل انقلاب، اوایل جمهوری اسلامی، قیاس استاد با شاگردانش، قیاس آن مرحوم با دامادش که قبل از او توسط مجاهدین خلق ترور شد و تبلیغات جمهوری اسلامی چه بسا پنداشته می شود که آقای طباطبایی همگام و همسو با رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده است و به اصطلاح رایج از یاران امام خمینی و مدافعان انقلاب و نظام محسوب می شود. تحقیقات من نشان می دهد که این پندارها نادرست است. آقای طباطبایی از آغاز مشی کاملا متفاوت با آقای خمینی داشته. آقای خمینی هم از ابتدا روی کرد علمی و عملی آقای طباطبایی را نمی پسندیده است. آقای طباطبایی هرگز نظر مساعدی به انقلاب 57 و نظام جمهوری اسلامی نداشته است. اگر با قیاس استاد با شاگردان پیش برویم، مؤسس حوزه علمیه قم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بوده، مثل رأی متقدم استادش آخوند خراسانی. اما شاگردان شاخص وی یعنی آقایان سید روح الله خمینی، سید کاظم شریعت مداری، سید محمد رضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی همگی حداقل به ولایت عامه فقیه معتقد بودند. مشخص است که نتیجه چنین قیاسی چقدر دور از آبادی است. آقای طباطبایی خود به تفاوت آرایش با برخی از شاگردانش در امر انقلاب و نظام تصریح داشته است. در مصاحبه رادیویی با ایشان بعد از شهادت استاد مرتضی مطهری در اردیبهشت 1358، مجری رادیو از ایشان میپرسد آیا ایشان، یعنی شهید مطهری، در رابطه با پشتوانی فکری و ایدئولوژیکی که ادامه نهضت را تضمین کند طرح‌هایی داشتند؟ پاسخ آقای طباطبایی: لابد مطالبی داشتند، لکن من به این قسمت‌ها خیلی دل نمی‌دهم. دوباره مجری پرسه: یعنی از لحاظ فکری چه طرح‌هایی برای اجرا در محیط اسلامی داشتند؟ آقای طباطبایی می‌فرمان: به نظرم طرح‌های ایشان مساوی بود با طرح‌های آقای خمینی، چون به پاریس هم رفتند و مدتی پیش ایشان بودند و پس از آمدن هم باز خدمت ایشان بودند. این آقای خمینی. مجری دوباره می‌پرسه در انتها: اگر مطلب دیگری که خودتان لازم می‌دانید در این زمان با این اتفاقاتی که افتاده و به عنوان پیام برای مردم و جوانان بیان بفرمایید. آقای طباطبایی می‌فرماید: پیام ها از هر طرف رسیده و مردم احتیاج به پیام تازه ندارند. فقط این نکته است که باید بیدار بود و این مطالب و مقاصد را که سر آنها مبارزه و جدال داشتند و زحمت ها کشیدند و قربانی ها دادند خوب پیاده کنند. ما فردا قانون اساسی خواهیم داشت، یک سلسله مقررات خواهیم داشت، نظرات دینی هم که فوق همه این هاست، ولیکن طوری نشود که فردا موجب رنجش یا مسخره دیگران بشویم. اجبالا عرض کنم که باید مطالب را خوب پیاده کنم. پایان نقل قول از مصاحبه آقای طباطبایی درباره شهید مطهری، اردیبهشت 1358. حالا عرایض کوتاه من درباره این، به این عبارت ایشان توجه کنید: من این فایل صوتی کامل این مصاحبه رو در سایتم بارگذاری خواهم کرد که شما گوش کنید، صدای خود آقای طباطبایی رو بشنوید. مال اون زمان. به این عبارت ایشان دقت کنید: من به این قسمت‌ها، یعنی به امور مربوط به انقلاب، خیلی دل نمی‌دهم. و صراحت تو رادیوی برنامه زنده گفته، یعنی از همان اول حساب خود را با بخش انقلابی فعالیت‌های شاگردانش جدا می‌کند. حرف آخرش هم درباره نظام این است: طوری نشود که فردا موجب رنجش یا مسخره دیگران بشویم. این اجمالی است که قبل از درگذشت تفصیلش را هم بیان می‌کند. تو همون عبارتی که من امروز قرار بیشتر در موردش صحبت کنم و می‌رود. بحث دوم، اختلاف نظر با آقای خمینی. سوال این بوده: ایشان در چه محورهایی با آقای خمینی اختلاف نظر داشته است؟ نظر دیگر مراجع و علما درباره این اختلاف نظر چه بوده است؟ مقدمتاً عرض می‌کنم اجازه دهید پاسخ به این پرسش را از زبان دختر آقای طباطبایی و همسر علی قدوسی بشنوید
در همون مصاحبه که دادرسش رو ابتدا دادن. ایشون گفتن اخلاقا پدرم و امام، یعنی آقای خمینی، دو تیپ رفتاری داشتن. امام فردی پرشور و به نوعی شلوغ بود و پدرم فردی صبور و اهل کار خودش بود. پایان نقل قول از دختر آقای طباطبایی. تاریخ گفتگو 16 اردیبهشت 97. آقای خمینی، حالا اینا عرض من است، به دنبال اسلام سیاسی، به راه انداختن انقلاب سیاسی و تأسیس حکومت اسلامی بود. آقای طباطبایی دنبال اسلام فرهنگی، اصلاح فرهنگی و چارچوبی برای تفکر اسلامی در مواجهه با دیگر فرهنگ ها بوده است. در رویکرد آقای طباطبایی سیاست بر فرهنگ تقدم و اولویت ندارد و انقلاب و نظام سیاسی آن جایگاه رفیعی که در رویکرد آقای خمینی دارد برخوردار نیست. خب این انتهای مقدمه. حالا ما هم چند تا، حدود 4 نکته اختلاف نظر این دو بزرگوار رو ذکر میکنم. سعی کردم مستند هم باشه که کسی هم بخواد نقد کنه راحت بتونه. نکته اولش رقابت فلسفی این دو بزرگوار. آقایان طباطبایی و خمینی همسن بودند. هر دو متولد 1281 شمسی. آقای خمینی از سال 1307 تا 1328 مدرس درس خصوصی حکمت متعالیه از جمله اسفار در حوزه علمیه قم بوده است و شاگردان اندکی داشته است. در درس منظومه شاگردهای ایشان 10 تا 20 نفر بودند. این از خاطرات آیت الله منتظری جلد اول صفحه 90 نقل میکنم. ایشون نوشتند آیت الله خمینی یک درس اسفار هم میگفتند که 7-8 نفر از بزرگان از جمله آقای شیخ عبدالجواد جبل‌عاملی خمینی شهری، آقای حاج آقا رضا صدر و آقای حاج آقا عزالدین زنجانی که حالا مشهد هستند و چند نفر دیگر که خود ایشون، یعنی آقای منتظری و آقای مطهری در آن شرکت میکردند. شماره صفحش هم اینجا مکتوب نوشتند. آقای طباطبایی در سال 1325 از تبریز به قم آمد و تدریس عمومی اسفار را آغاز کرد. متوجه تدریس خصوصی و عمومی باشید، تدریس عمومی اسفار را آغاز کرد. اونم تو حوزه قم، حوزه که هنوز فلسفه درس عمومی درش نبوده، که تا اواخر دهه 30 1330 ادامه داشت. در آن زمان، یعنی در اواخر دهه 30، زیر فشار میرزا مهدی اصفهانی از حوزه مشهد بر آقای بروجردی، دروس حکمت متعالیه در قم که مهمترینش اسفار آقای طباطبایی بود تعطیل شد. ایشان بعد از آن به تدریس عمومی الهیات شفا پرداخت و تدریس خارج اسفار را به طور خصوصی برای خواص شاگردانش ادامه داد. با تدریس فلسفه آقای طباطبایی، درس فلسفه آقای خمینی تحت شعاع قرار گرفت و بسیاری از شاگردان او جذب درس آقای طباطبایی شدند. تعداد شاگردان اسفار آقای طباطبایی زمانی که تحت فشار حکمت ستیزان متوقف شد افزون بر 250 نفر بوده است. اینو تو جمعیت حوزه اون زمان بسنجی. از خاطرات استاد منتظری نقل میکنم تو گیومه، مرحوم علامه طباطبایی هم در آن زمان اسفار میگفتند، میگفت و میگفتند شاید حدود 250 تا 300 نفر شاگرد دارد. بعضی از بزرگان هم درس اسفار ایشان میرفتند. خود آقای منتظری هم اون زمان درس منظومه داشت، همین چند صد نفر در شرکت میکردند. رقابت آقای خمینی با آقای طباطبایی از فلسفه و اصول هم کشیده شد و شاگردان مشترک شاهد تقابل علمی این دو استاد بودند. یکی از مثال‌های آن بحث موضوع علم است که من خودم در درس آقای جوادی، استاد جوادی آملی، شاهد نقل این مطلب از زبان ایشون بودم مستقیما. تو بحث نقل می‌کردن که در بحث اسفار ایشون چه می‌گفتن، آقای خمینی در بحث اصولشون چی می‌فرمودن و شاگردا اینها رو به اساتید خودشون، به این دو نفر نقل می‌کردن. آقای خمینی از سال 1328 تدریس فلسفه و عرفان را به کلی ترک کرد و در آن زمان و در زمان فشار حکمت ستیزان بر آقای بروجردی از تدریس حکمت در حوزه علمی قم جانبداری نکرد. این که چرا وی از علوم عقلی یکسره به علوم نقلی روی آورد
و آیا کسادی درس حکمت او در مقایسه با رونق درس حکمت آقای طباطبایی در این تصمیم دخیل بوده نیازمند تحقیق گسترده تر است. اما در هر صورت رقابت علمی سنگین این دو عالم برجسته غیر قابل انکار است. رقابت هم ایرادی ندارد. نکته دوم، دار و تبلیغ آقای شریعت مداری. این نکته بسیار تأثیر جدی بر روابط این دو نفر داشت. از نقاط اختلاف این دو بزرگوار دار و تبلیغ اسلامی آقای شریعت مداری بود. آقای طباطبایی از مدرسین و ممتحنین دار و تبلیغ آقای شریعت مداری بود و در دار و تبلیغ ناشر برخی کتاب‌های ایشان، در حالی که آقای خمینی دار و تبلیغ را توطئه و دسیسه رژیم طاغوت در مقابل نهضت اسلامی قلمداد می‌کرد. حالا من چند تا سند اینجا ذکر کردم، مختصر ازش رو می‌خونم، تکمیلشم تفسیرشم شما در متن کتبی ببینید. علی دوانی در کتاب نقد عمر خودش نوشته با اینکه تمام اسناد ساواک و شهربانی زمان شاه امروز در دست است، حتی یک سند کمرنگ هم به دست نیامده که شاه و دولت‌های او در تأسیس مجله مکتب اسلام و ادامه کار آن و دارالتبلیغ دخالت یا نظر مساعد داشتند. این را بارها استاد شهید مرتضی مطهری هم می گفت. این حرف آقای مطهری به نقل دوانی است، چون آقای مطهری هم خودش رو دارالتبلیغ تدریس می‌کرده. چرا طلبه ها به نام آقای خمینی اینقدر بر ضد دارالتبلیغ و بیچاره آقای شریعت مداری سر و صدا را انداخته و دست بردار نیستند؟ من یعنی مطهری به نجف برای آقای خمینی نوشتم که گوش به این حرف ها ندهید، من یعنی مطهری در دارالتبلیغ تدریس میکنم، این حرف ها نیست. پایان نقل قول از علی دوانی. نظر دوم در این زمینه، برای که تو فضا قرار بگیریم و از این جفسازی ها بیان بیرون، نظر مرحوم علی احمدی میانجیست. ایشون فقیه و استاد اخلاق بود که من شخصا در درس اخلاق ایشون شرکت میکردم، خدا رحمتش کنه. ایشون نوشته که در کتاب خاطرات خودش آقای شریعت مداری بعد از آن که آنجا را خرید، یعنی این زمین دار و تبلیغ، درس‌های جنبی حوزه از جمله تبلیغ تخصصی را دایر کرد و اساتیدی را از قم و تهران دعوت نمود. آقای مرتضی مطهری آنجا تدریس داشت. آیت الله سید موسی شبری زنجانی آنجا درس درایه می‌فرمودند. عده‌ای هم آنجا درس می‌خواندند. بعدها متوجه شدیم که امام خمینی نسبت به دار و تبلیغ نظر مثبتی ندارند. امام آن مکان را یک توطئه تلقی می‌کرد و می‌گفت این مسئله بر علیه انقلاب تمام خواهد شد. حتی یادم از یک سال مشهد خدمت آقای میلانی رحمت الله علیه بودم، آقای سید هادی میلانی مرجع تقلید اون زمان. در صحن منزلشان نشسته بودیم. ایشان در مورد دارالتبلیغ از من سوال کرد. جریان را گفتم که آقای شریعت مداری در قم یک دارالتبلیغ راه اندازی کرده، اما نظر امام در مورد آن ساختمان را هم به ایشان گفتم. وی یعنی میلانی چند بار تکرار کرد که آقای خمینی به کار آقای شریعت مداری چه کار دارد. به هر حال به نظر امام آنجا جای خیلی خوبی نبود، چرا که حوزه را از مسیر مبارزه با شاه منحرف می‌کرد. پایان نقل قول از آقای احمدی میانجی. سوم، حالا نظر خود آقای طباطبایی رو بشنوید. مکتوب نظر کتبی آقای طباطبایی در این زمینه. از کجا نقل میکنم؟ از کتاب علم و جهاد زندگی نامه آیت الله میلانی جلد دوم. این دستخطش هم میتونید اونجا پیدا ببینید. ایشون یعنی آقای طباطبایی در نامه به دوست خودشون آقای میلانی، چون دو خیلی با هم رفیق بودن، عکسشون هم با هم هست، نوشتند کسان زیادی که به منظور جمع کلمه با آقایان وارد مذاکره شدند، آقایان یعنی خمینی و شریعت مداری، با شکست مواجه گشتند و اغلب واردین صورتاً هم اگر نباشد معناً با آقای شریعت مداری موافقند و حجت آقای خمینی را قانع کننده نمی‌دانند. نظر آقای طباطبایی است، کتبی. چند مرتبه تا کنون با آقایان ملاقات و مذاکره کردم و نتیجه‌ای نبخشیده. طرح‌های اصلاحی که با آقایان پیشنهاد شده مورد موافقت قرار نگرفته. آقای شریعت مداری با هر گونه طرح اصلاحی موافق است، به شرط شیء، یعنی به شرط وجود دارالتبلیغ، و آقای خمینی به شرط لا، یعنی به شرط عدم وجود دارالتبلیغ. دو طرح نیز بنده پیشنهاد کرده بودم که از ناحیه آقای خمینی رد شد. مطلب این است که عده‌ای از هواخواهان هر یک از آقایان میخواهند مرجع خود را رئیس منحصر به فرد قرار دهند و در این راه از هیچ گونه تحریک و دسیسه و ایجاد اختلاف فروگذاری نمی کنند. تا
پایان نقل قول نامه آقای طباطبایی به آقای میلانی. عرض من، آقای طباطبایی توسط یاران انقلابی آقای خمینی به دلیل همکاریش با دارالتبلیغ آقای شریعت‌مداری تحت فشار قرار گرفت و آزار دید. محور سوم، ولایت فقیه. این قاعدتاً امروز خیلی چیز مهمی است. آقای طباطبایی به تبع استادش شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مشهور به کمپانی منکر ولایت فقیه بوده است. در سال 1377 در کتاب حکومت ولایی چنین نوشتم. از همون کتاب عیناً نقل قول میکنم که حرف تازه‌ای نیست، قبلا نوشتم و توی ایران هم منتشر کردم. اون عبارت اینه: برخی از فقیهان به صراحت امتیاز فقها را در سیاست و تدبیر اجتماعی رد کردند، از جمله آیت الله محقق شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه، تاریخ تولد و وفاتش هم نوشتم، که از استوانه های اصول فقه در قرن اخیر می باشد، یعنی بعد از آخوند خراسانی مهمترین عالم اصولی شیعه است. ایشون معتقده، یعنی استاد آقای طباطبایی آقای قروی اصفهانی معتقدن، موکول کردن بعضی از اموری که در آنها چاره جز مراجعه به رئیس نیست، یعنی امور سیاسی، به نظر وی رئیس، از این روز که نظر او تکمیل نقصان دیگران است و مانند چنین کارهای متوقف بر نظر کسی است که بصیرت تامه بالاتر از آرای عامه به چنین اموری دارد، فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط اهل نظر محسوب می شود، نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادی و دفاعی و امثال آن. پس معنا ندارد این گونه امور، یعنی امور سیاسی، را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم. اینکه خداوند این امور را به امام علیه السلام تفویض کرده، زیرا ایشان به عقیده ما آگاه ترین مردم در سیاست ها و احکام هستند. آنها که این گونه نیستند، یعنی علم غیب ندارند، با ایشان یعنی با ائمه مقایسه نمی شوند. این در شرح در حاشیه‌شون بر کتاب مکاسب نوشتن. این اسارش یعنی ولایت فقیه بی ولایت فقیه. خیلی صریح با استدلال شاگرد نامدار این عالم جلیل القدر، یعنی آقای طباطبایی و آقای خویی، دوتاشون شاگرد هم کلاس بودن و شاگرد آقای قروی اصفهانی بودن، اینها نیز به همین رأی قائلند. بعد نظر خود آقای طباطبایی رو من تو کتاب حکومت ولایی اینجوری نقل کردم: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در نقد قول کسانی که اولی الامر را، آیه 59 سوره نساء، تو اتی اولی الامر اونجا علما دانستند که بعد برسن به ولایت فقیه، نوشته است آقای طباطبایی، نوشته است: اما قول به این که اولی الامر عالمان هستند، حالا چه برسه به فقها، هم هر عالمی از جمله علمای دین، عدم مناسبتش با آیه ظاهرتر است، زیرا عالمان که در آن روز محدثان، فقیهان، قاریان، متکلمان در اصول دین بودند، تخصص و خبرویت ایشان در فقه و حدیث و مانند آن است و مورد قول خداوند اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، اخبار از اموری است که ریشه سیاسی دارد و به جوانب مختلفی مرتبط است و قبول یا رد این امور یا اهمال در آنها چه بسا به مفاسد حیاتی و مضار اجتماعی می انجامد، تا آنجا که اصلاح آن از دست هیچ اصلاحگری بر نیاید، با کوشش‌های امت را در طریق سعادتش باطل نماید یا سیادت و ریاست امت را زایل نماید و باعث مسکنت، قتل و اسارت امت گردد. عالمان دین از این حیث که محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند، در این گونه قضایا، یعنی در امور سیاسی، چه تخصصی دارند تا اینکه خدای متعال امر به ارجاع و رد امت به سوی ایشان کرده باشد و چه امیدی در حل امثال این مشکلات سیاسی به دست ایشان است. رحمت الله علیه. این علامه طباطبایی است، این آقای طباطبایی است، دقیقاً منکر ولایت فقیه، منکر ولایت سیاسی فقیه. میخواید مراجعه بکنید المیزان ذیل آیه 83 سوره نساء در المیزان عربی 20 جلدی جلد 5 صفحه 23، فارسیشو میخواید ببینید به همین آدرس مراجعه کنید، با توضیحات من حکومت ولایی صفحه 346. متشابهات در آثار متقدم ایشان را باید به محکمات متأخر که همین اظهار نظر نص باشد برگردانید. یعنی میخوام عرض بکنم
اظهار نظری که ایشون کرده کاملا با آراء دینیش، فقهیش، تفسیریش سازگاره. چهارم، حالا بیام صریح‌تر صحبت بکنیم. زمینه نظر آقای طباطبایی مشخصا در مورد جمهوری اسلامی چی بوده؟ مستندا مهمترین جلوه های جمهوری اسلامی در دو سال و نیم نخست استقرارش و آقای طباطبایی زنده بوده، اعدام مخالفان، مصادره اموال آنها توسط دادگاه های انقلاب، توسط حکام شرع منصوب آقای خمینی از جمله صادق خلخالی بوده است. تردیدی نیست که آقای طباطبایی شیوه کار این دادگاه ها را منطبق با موازین شرع نمی دانسته است. من در رساله جداگانه عملکرد قضایی آقای خمینی را به تفصیل بررسی کردم. عنوانش هست و دعوت میکنم مطالعه بکنید. اونه که اهل مطالعه هستن، نمیخوان فقط با یک کلمه، فرض کنید دو کلمه مختصر مسائل رو سر و تهش هم بیارن، میخوان سند ببینن. عنوانش هست تیشه به ریشه دادگستری، تحلیل انتقادی منظر قضایی بنیانگذار، مطالعه موردی عملکرد بهمن 1357 تا آذر 1358. من این رساله رو 13 خرداد 1397 منتشر کردم، رو وبسایت هم هست، مراجعه بفرمایید. برای درک موضع آقای طباطبایی در مورد انقلاب و جمهوری اسلامی خواندن این رساله را توصیه میکنم. من این رساله رو تصحیح کردم و هر کسی که مایل است بدونه که بزرگانی مثل آقای طباطبایی نگاهشون به جمهوری اسلامی چی بوده، توصیه میکنم این رساله رو مطالعه کنن. عنوانش هست انحراف انقلاب، اعلامیه 12 شهریور 1359 سید ابوالفضل مجتهد موسوی زنجانی که با مقدمه و تصحیح و تحقیق من در سال 99 منتشر شده، 137 صفحه هم هست، یک کتاب الکترونیکی است. من مقدمه ای رو میخوام اینجا بخونم چون به نظرم نظر آقای طباطبایی کاملا سازگار با نظر مجتهد زنجانی است، سید ابوالفضل. این رساله، یعنی رساله سید ابوالفضل، در زمره چهار نقد اصلی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا کنون و از حیث مهمترین آن هاست. با بازگشت پیروزمندانه آقای خمینی از تبعید 15 ساله، جریان سیاسی علمای تهران به صحنه رقابت دو رویکرد تبدیل شد. اول رویکرد اصلاح تدریجی که قانون اساسی مشروطه منهای سلطنت را در شرایط انتقالی میثاق ملی میدانست و در سنت پیامبر و سیره امیرالمؤمنین رحمت، مدارا و حقوق انسانی را برجسته می‌یافت. رویکرد دوم رویکرد انقلابی که به زیر و رو کردن تمام نظام سابق، اجرای شریعت ولو با اعمال زور و خشونت و ولایت فقیه باور داشت، تعجیل در تصویب قانون اساسی جدید را سرلوحه برنامه خود قرار داد. جمهوری اسلامی محصول رویکرد دوم است. شاخص‌ترین مجتهد قائل به رویکرد نخست آقا سید ابوالفضل بود، همون که نویسنده این اعلامیه است. این رساله نقد رویکرد دوم توسط رویکرد نخست است. رساله تحلیلی ترین، مستندترین و مستدلترین متنی است که از منظر دینی و فقهی در نقد جمهوری اسلامی آنچنان که هست و سیاست‌های کلان آقای خمینی منتشر شده است. رساله مجتهد زنجانی نقد مشروعیت جمهوری اسلامی از منظر شرعی و استیضاح بنیانگذار آن است. به نظر وی اسلام شیعی نه تنها این روش زمامداری و کشورداری را بر نمیتابد، بلکه جمهوری اسلامی در تقابل و تعارض مسلم با محکمات قرآن، سنت معتبر رسول الله، سیره امیرالمؤمنین و دیگر ائمه و موازین فقهی و مبانی شرعی است. رساله مجتهد زنجانی نقد ماضی و وقایع اتفاقی یک سال و نه ماه نخست زمامداری آقای خمینی به تنهایی نیست، نقد خصلت‌های ذاتی نظام جمهوری اسلامی است، نقد حال و احتمالاً نقد آینده نزدیک ما هم هست. هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، تیزبینی، آینده نگری و ژرف‌اندیشی سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی که انحراف انقلاب و نظام برخاسته از آن را به سرعت و قبل از همه درک کرد و عمیقاً اعلام خطر کرد بیشتر آشکار می‌شود. برای که بدونید مرحوم آقای طالقانی یکی از ارادتمندان سید ابوالفضل بود، یکی از دست پروردگان اون بوده، اون رو تو مقدمه نوشتم.
خب من دیگه اونجا برید خود کتاب رو بخونید ببینیم سر مسائل دیگه. مروری بر مواضع سیاسی آقای طباطبایی قبل از انقلاب، برای که باز بدونیم که این دو بزرگوار چقدر با هم فرق دارن و درست مقابل هم هستن، منتها هر دو هم حریم همدیگر رو حداقل از طرف آقای طباطبایی رعایت میشن. آقای طباطبایی، مروری بر مواضع سیاسی آقای طباطبایی قبل از انقلاب، ایشان در سالهای 41 تا 57 چه مواضعی اتخاذ کرده؟ مستنده به شهادت کتاب اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران در سال 75، در 17 سال قبل از انقلاب مجموعاً آقای طباطبایی 3 اعلامیه امضا کرد، 3 تا تو 17 سال، 1 اعلامیه جمعی و 2 اطلاعیه فردی. اعلامیه جمعی ایشان در تاریخ اسفند 1341 در اعتراض به حق رأی زنان در انتخابات است که علاوه بر آقای طباطبایی این آقایون هم امضا کردند. آقایان مرتضی حسینی لنگرودی، احمد حسینی زنجانی، محمد موسوی یزدی، سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، سید محمد کاظم شریعت مداری، سید روح الله موسوی خمینی، میرزا هاشم آملی و مرتضی حائری یزدی. یعنی این نظر مرجعیت شیعه در سال 41 اینه که زنان حق انتخاب شدن را ندارند. انتخاب کردن هم مثلا تو اون مسئله، تو قضیه اون زمان خیلی قضیه جدیه. جلد 1 اسناد انقلاب اسلامی صفحه 63 تا 69. این تنها اعلامیه سیاسی است که آقای طباطبایی در طول عمرش امضا کرد. تنها اطلاعی. هیچ اطلاعی دیگر من نیافتم. ایشان 2 اطلاعیه فردی هم دادن که هر دو در پاسخ به پرسش‌های درباره کتاب‌های دکتر علی شریعتی است. مسئله فکری است، نه مسئله لزوما سیاسی. هر دو اطلاعی فاقد تاریخ است. در نیمه اول دهه 50 استفتاهای نسبتاً یک شکلی از اکثر قریب به اتفاق علما و مراجع درباره آثار مرحوم دکتر علی شریعتی خصوصاً کتاب اسلام شناسی و صورت گرفت و بعداً مجموعه این فتاوا به شکل وسیعی در کشور تکثیر شد. در میان این استفتاها دو مورد هم از آقای طباطبایی، یکیش کوتاه یکیش بلندتر یک صفحه است. من کوتاه رو میخونم. حضرت آیت الله علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی دام ظله با تقدیم سلام مفتخرن و محترمن به عرض آن حضرت میرساند، اخیراً در تهران شایع کردن نعوذ بالله حضرت عالی نوشته های علی شریعتی را تایید کرده و فرموده کوچکترین ایرادی در آن دیده نمیشود. کذب محض. استدعا دارم بذر توجهی فرموده برای روشن شدن حقایق و نجات عده‌ای از ضلالت نوشته مرقوم فرمایید. بس پاسخ آقای طباطبایی یه سر. بسم الله تعالی، این جانب نوشته های دکتر شریعتی را هرگز تصدیق نکرده و چنین سخنی به اهلی نگفتم. خب راست میگه، اصلا دب آقای طباطبایی حرفا نبود و نوع مطالب ایشان اشتباه و طبق مدارک دینی اسلامی غیر قابل قبول میباشد. محمد حسین طباطبایی تو کتاب اسناد انقلاب اسلامی جلد 2 آمد. پاسخ مشروحتری هم در همین مجموعه از ایشان آمده است. دیگه اون رو نمیخونم، وقت نیست. آقای طباطبایی در رساله بحثی کوتاه درباره علم امام هم بدون این که اسمی از شهید جاوید بیاورد مدعای اصلی آن را نقد کرده است که آقای مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب اسای موسی یا نقد نقدها دعای طباطبایی پاسخ داد. آقای خمینی با اینکه نه با آرای شریعتی موافق بوده نه با شهید جاوید، در هر دو مورد با زیرکی سکوت کرد و هیچ اظهار نظر مکتوب سریع از وی درباره این دو امر در دست نیست. اگرچه پیروان انقلابی وی با شریعتی و شهید جاوید به دلیل سبقه انقلابیشان میانه خوبی داشتند. در حال با توجه به وزنه علمی آقای طباطبایی نقد مختصر وی بر شریعتی بر انقلابیون سنگین آمد و ایشان از این حیث هم تحت فشار انقلابیون قرار گرفت و آزار دید. به نظر آقای خمینی که من این رو توی کتاب اخیرم دوران معاضدت و معاونت تفصیلا سنداش رو بردم، مسئله اصلی مبارزه با شاه است و پرداختن به هر مسئله دیگر کار فرعی و توطئه ساواک است. صریحا میگه نه یک بار، بیش از 5 بار، چه دفاع یا حمله به علی شریعتی باشد یا شهید جاوید، همه اینا به نظر ایشون له یا علی کار ساواک است.
در هر حال در اسناد انقلاب اطلاعیه دیگری در دفاع از قیام 15 خرداد سال 42 یا حمایت از آقای خمینی در مبارزه علیه کاپیتولاسیون یا اعتراض به تبعید ایشان به ترکیه از جانب آقای طباطبایی دیده نمی شود. بنده ندیدم. در مبارزات مردم در سالهای 1156 و 57 هم اعلامی فردی یا جمعی از ایشان در اعتراض به نظام شاهنشاهی صادر نشده است. موردی رو که قبلا گفتم اما دوباره میخوام ذکرش بکنم به دلیل اهمیت، عدم امضای تلگراف حمایت از آقای خمینی. آقای خمینی رهبر انقلاب تحت فشار دولت عراق در تاریخ 14 مهر 57 از عراق به فرانسه رفت. در تاریخ 16 مهر 57 آقای سید شهاب الدین مرعشی نجفی در تلگرامی برای ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه از وی خواست از مهمان نوازی در حد اعلی نسبت به آیت الله خمینی کوتاهی نشود. محمد علی گرامی و گروهی دیگر از فضلای انقلابی قم خدمت آقایان مرتضی حائری یزدی، میرزا هاشم آملی برادر این لاریجانی ها و سید محمد حسین طباطبایی آمده از ایشان خواستند آنها هم تلگراف بزنند. این سه نفر با یکدیگر هم افق بودند. زمانی که آقایان سید محمد محقق داماد و سید احمد زنجانی در قید حیات بودند، این پنج نفر با هم اطلاعیه می‌دادند. آقایان حائری و طباطبایی به منزل آقا میرزا هاشم آملی آمدند تا تصمیم مشترکی بگیرند. آقا مرتضی حائری گفت تحت فشاریم، شعار مردم را که میشنوید چاره ای نیست، یعنی مایل بوده امضا کنه. آقا میرزا هاشم آملی آمدند تا تصمیم مشترکی بگیرند. آقا مرتضی حائری آقای طباطبایی گفت من چنین تلگرافی را امضا نمی کنم، اگر هم فشار بیاورند از قم میروم، از آخوندی همین عبا و عمامه را دارم. با مخالفت سریع ایشان تلگرافی به فرانسه ارسال نشد. یقینا میتوان گفت آقای طباطبایی انقلابی نبوده و قدمی در دفاع از انقلاب بر نداشته است. این سکوت و عدم همراهی از چشم آقای خمینی مخفی نبوده و چنین سلوکی را نمیپسندیده است. خب حالا میخوام مطلب دیگری باز بر اختلاف نظر این آقایون با سندش بگم. اجبار آقای طباطبایی به ترک گفتگو با هنری کوربن. گفتگوهای بین آقای طباطبایی و هنری کوربن در منزل سید احمد ذوالمجد طباطبایی از اوایل سال 1338 آغاز شد و در نهایت نیز از دل آن جلسات گفتگو کتاب مکتب تشیع در سال 1339 منتشر شد. این کتاب پس از تجدید نظر و همچنین اضافه کردن یادداشت‌ها و حواشی هر دو نفر طباطبایی و کوربن به نام شیعه مذاکرات و مکاتبات پروفسور هنری کوربن با علامه سید محمد حسین طباطبایی درآمد و مکنون هم از طرف مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بازنشر می شود. استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی که استاد فلسفه من در دانشگاه بودن، رساله دکتری من با ایشون بود، نوشتن هنری کوربن هر سال 4 یا 5 ماه را برای تحقیقاتش به ایران می آمد. در آن ایام هر دو هفته یک بار در تهران جلسه تشکیل می شد که مرحوم علامه طباطبایی از قم به تهران تشریف می بردند و با ایشان گفتگو می کردند. البته در این جلسه تنها مرحوم علامه و هنری کوربن نبودند، بلکه بعضی اساتید دانشگاه نیز حضور داشتند. بنده و مرحوم محمد اسماعیل صائنی زنجانی که اون زمان هر دو روحانی بودند از ایشان خواهش کردیم که در رکابشان به تهران برویم و در آن جلسات شرکت کنیم و ایشان هم خواهش ما را پذیرفتند. محل جلسه منزلی در خیابان بهار بود که متعلق به مرحوم ذوالمجد طباطبایی بود. ایشان وکیل دادگستری بودند ولی به مباحث فلسفی و عرفانی نیز علاقه‌مند بود. به سبب این علاقه از اعضای جلسه پذیرایی می‌کردند و جلسه در منزل ایشان تشکیل می‌شد. این مطلب رو در کتاب آینه‌های فیلسوف می‌تونید ببینید به نگارش آقای عبدالله نصری. آقای دکتر نصر هم عضو این جلسات بوده نوشته دکتر عیسی سپهبودی مترجم بود، چون نه علامه زبان فرانسه میدونست نه کوربن گوشش سنگین بوده، فارسی میخوند اما فارسی صحبت نمیکرده، بس مترجم لازم بود. این عیسی سپهبودی شاخصترین استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران بوده، ایشون هم تو این جلسه به عنوان مترجم شرکت میکرد. از زمانی که آقای نصر میگه من به این جلسات میرفتم کار ترجمه بیشتر با من یعنی با نصر بود و شایگان یعنی داریوش شایگان را هم به آنجا بردم و
و این گونه بود که او با علامه طباطبایی آشنا شد، شایگان را به علامه و کربن معرفی کردند. این هم تو در جستجوی امر قدسی اومده، جان بگلو نوشته، میتونید ملاحظه کنید. داریوش شایگان هم در این زمینه توضیح داده، گفته گفتگو به دو زبان بود، کربن به فرانسه سخن میگفت، فارسی را بسیار خوب میفهمید، اما از آنجا که گوشش سنگین بود جرأت حرف زدن به فارسی را نداشت. سوالاتش را به فرانسه مطرح میکرد که به فارسی ترجمه میشد، آیت علامه هم به فارسی پاسخ میدادند و سخنانشان به فرانسه برمیگشت. ترجمه دو سویه بود و ادامه میده. اینم توی زیر آسمانهای جهان گفته، فارسی هم ترجمه شده، میتونید ملاحظه کنید. حالا بحث اصلیم اینه، اینا رو جای دیگه هم گفتش. این جلسات تحمل نشد که حدود سال 56-57 به گزارش آقای ابراهیمی دینانی اندکی پیش از انقلاب، مثلا فرض بکنید باید اول 57 باشه، بعضی از دوستان انقلابی ما که لازم نیست اسم ببرم به من و آقای ثانی زنجانی گفتند که این جلسه و تشکیلان از اول کار درستی نبود. عجب. برای اینکه بعضی از دوستان جلسه شما این طور و آن طورند. برخی جاها هم نوشته، حالا جاها رو دیگه من نمیخوام، گفته میتونید ببینید، نوان در مورد آقای نصر، در مورد آقای سپهبودی، حتی در مورد خود آقای علامه است، آقای طباطبایی است، و خود هانری کربن هم ما نمیدانیم کیست، میگفتن فراماسون است. ما تا حالا تحمل کردیم، هم آقایون انقلابی ها، ولی الان که قبل از انقلابات و چیزی به انقلاب نمانده، صلاح نیست که ادامه پیدا کند. شما به علامه طباطبایی بگوید که جلسه را تعطیل کند. ابراهیمی دینانی ابتدا چیزی نمیگوید، چون هم نمیتوانست این را به آقای طباطبایی بگوید، هم اینکه خودش نیز میل نداشت این جلسات تمام شود. خیلی جلسه با برکت علمی بوده. با این اوصاف مدتی بر اثر فشار همان آقایان این مطلب را به ایشان گفت. چی گفته؟ گزارش دینانی. بنابراین خدمت علامه عرض کردم که آقا دوستان پیش من آمدند و میگویند صلاح نیست این جلسه ادامه پیدا کند. من الان، دینانی میگه، وقتی آن صحنه و آن لحظه یادم میآید ناراحت میشوم و گریم میگیرد. ویدئوی صحبت آقای دینانی توی اینترنت هست، سرچ کنید، بشینید خودتون گوش بکنید. ایشان یک دفعه، یعنی آقای طباطبایی، حالش بد شد، رعشه مختصری به دستانش داشت چند برابر شد، لبهایش لرزید، صورتش قرمز شد. وقتی آن چهره ایشان به خاطرم میآید ناراحت می شوم و گریه هم می گیرد. ایشان چیزی نگفت. 4-5 دقیقه سکوت کرد و فقط چند بار گفت عجب، عجب، عجب. بعد جمله گفتند که خیلی عجیب بود. ایشان، یعنی آقای طباطبایی، فرمودند: من به عنوان شخصی که در گوشه نشستم و چیز می نویسم، تنها راه من به جهان و تفکر جهانی و اینکه در جهان چه می‌گذرد این جلسه است. تنها راه من به تفکر جهانی این یک جلسه است. این راه هم نمی‌توانند برای من ببینند. اینو می‌تونید تفصیلش در کتاب سرشت و سرنوشت که کریم فیضی در گفتگوهاش با آقای دینانی هست نوشته بخونید. ضمناً این گزارش رو برای که دوستان انقلابی و حزب اللهی هم حواسشون باشه که اینا رو فقط من نمیگم، در خبرگزاری مهر نیوز هم اینا نقل شده. حداقل جای دیگه رو نمیخونید، برید همون مهر نیوز رو بخونید. حالا هر زمان، ای کاش استاد ابراهیمی دینانی این دوستان انقلابی که باعث تعطیل این جلسه گفتگوی پربار و کم سابقه شرق غرب شدند را معرفی میکرد. در هر صورت اینها چند نقطه افتراق این دو تفکر بود. تفکری که به دنبال گفتگو با دیگر فرهنگ هاست و تفکری که به دنبال ستیز با دیگران است، و این داستان هنوز هم ادامه دارد. خب حالا یک ذره بحث رو عوض کنم، بریم سراغ وضع زندگی آقای طباطبایی. وضع زندگیشون به لحاظ مالی چگونه بوده؟ آقایون مراجع، فقها ها، بالاخره وجوهات دستشون میرسه، فقیر نیستن. آقایون فلاسفه و عرفا از اون وجوهات استفاده نمی کنن، اون پولام دستشون نمیاد، چجوری زندگی میکنن؟ ها گوش کن. من دو قسمت از خاطرات ابراهیم امینی از شاگردان مشترک آقای خمینی و آقای طباطبایی اینجا عیناً نقل می‌کنم، از کتاب خاطرات آیت الله ابراهیم امینی. شرح هم نمیخواد، انقدر واضحه که مشخص. عبارت اولی: علامه به هنگام انتقال به قم تا چند سال در منزل اجاره‌ای در یخچال قاضی زندگی میکرد. منزل دارای 4 اتاق و زمینی به مساحت حدود 120 متر.
بعد از چند سال به منظر دیگری نقل مکان کرد که مقداری بزرگتر بود. سپس به منظر نسبتاً بزرگتر و بهتری منتقل شد که به عنوان سهم امام علیه السلام به امام خمینی واگذار شده بود. چند سال در این منزل سکونت داشت. یعنی آقای طباطبایی اجاره نشین بوده، آقای خمینی مالک خونه بود. تا اینکه امام از نجف پیغام داد منزل را بگیرید و بفروشید و پولش را در شهریه طلاب به مصرف برسانید. کدام منزل؟ منزلی که طباطبایی مستأجرشه. به هر حال مدتی طولانی از جهت منزل کاملا در مضیقه بودند و هر چندی از منزلی به منزل دیگر منتقل می شدند تا اینکه زمینی را که در تبریز زمین ارسی داشتند فروختند و از پول آن زمینی در قم خرید، ساخت و پس از مدت‌ها اجاره نشینی بدانجا نقل مکان کرد که تا آخر عمر در آنجا سکونت داشت. در آن زمان منزل نسبتاً بزرگ و خوبی بود. صفحه 113 و 114 خاطرات امین. باز دومی از امینی. علامه در یکی از روستاهای نزدیک تبریز مالک یک قطعه ملک کشاوردی و چندین باغ بود. آن املاک از طریق ارث به وی رسیده بود و از درآمد آن زندگی میکرد. از درآمد اندکش زندگی میکرد. یعنی محل امرار معاش صاحب المیزان آب باریکه مال این املاک پدری بوده و حق و تالیفی که از کتاباش مثل المیزان میرسید که ناشرین هم بهش نمیدادن یا دیر میدادن. بعد از هجرت به قم و اشتغال به تالیف از این راه نیز درآمدی پیدا کرد. یعنی تالیف، اگرچه برخی ناشران رفتار خوبی با ایشان نداشتن، اسمشون هم به من گفتن، آدم خجالت میکشه اسمشون ببره که همچون بزرگانی چجوری زندگی میکردن، ولی به هر حال راضی بود، اهل قناعت و میفرمود خدا روزی ما را در نوک قلممان قرار داده است ولله الحمد. تا آنجا که من اطلاع دارم طباطبایی از صرف وجوهات شرعیه در زندگی شخصی حتی المقدور امتناع میورزید. زمانی وضع مالی ایشان در اثر وام هایی که برادرش عالم ربانی آقای الهی گرفته بود، ظاهرین از اینجا افتاده، نه از وام از برادرش گرفته بوده و قدرت پرداخت نداشت، بسیار بد شد. در نتیجه ناچار شدن باغها را، همون املاکی که تو تبریز داشت، املاک پدری را در راه ادای وامها به فروش برسانند. در آن زمان بعضی از دوستان خیراندیش که از گرفتاری ایشان خبردار شدند، مبلغی وجوهات شهری یعنی خمس خدمت ایشان تقدیم کردند. استاد فرمودند من وجوهات مصرف نمی کنم و آن را میان طلاب و سادات تقسیم کرد. با فقر زندگی کرد رحمت الله علیه، اما دست پیش کسی دراز نکرد. اما آنچه ابراهیم امینی به اجمال گفته بود تفصیلش را بشنوید. یعنی در مورد این مالک و مستأجر، مالک و مستأجر که هر دو از اهل علم بودن، تخلیه اجباری خانه استیجاری به دلیل عدم رضایت مالک. آقای طباطبایی دستش تنگ بود، مثل همه عالمانی که از طریق وجوهات شرعی زندگی نمی کنند. امرار معاش او از مختصر عواید زمین کشاورزی آبا و اجدادی در تبریز می گذشت. او توان خرید خانه ملکی نداشت و نوعاً مستأجر بود. اواخر دهه 40 او مستأجر آقای خمینی شد. قضیه از این قرار است که روبروی مدرسه حجتیه در محل فعلی دارالشفای قرآن و اطرت، دوستانی که قم بودن یا قم هستن راحت میتونن برن جای کجارم مشخص کنن، خانه بزرگی بود که مالک آن خانه را به عنوان وجوهات شرعیه به آقای خمینی داد. آن زمان ایشان در نجف در تبعید بودند. آقای طباطبایی این خانه را اجاره کرد. پرداخت اجاره خانه به نماینده مالک که اخوی بزرگ آقای خمینی یعنی آقای سید مرتضی پسندیده باشد، به دلیل تنگ دستی آقای طباطبایی چند ماه به تأخیر افتاد. علی قدوسی داماد آقای طباطبایی نزد آقای پسندیده رفت و اظهار داشت که آقای طباطبایی فعلا دستش خالی است، صبر کنید تا خدا فرجی برساند. آقای پسندیده نپذیرفتند و گفتند، فرمودند باید خانه تخلیه شود. آقای مرتضی حائری یزدی به سر حاج شیخ مؤسس حوزه استاد آقای خمینی از قضیه خبردار شد و برای استمهال یعنی مهلت خواستن واسطه شد. آقای مرتضی حائری با آقایان طباطبایی و خمینی خیشاوند سببی بود. دختران آقا مرتضی حائری یکی عروس آقای خمینی و یکی عروس آقای طباطبایی بود. پسر آقای طباطبایی عبدالباقی داماد آقای حائری بود. مرتضی. آقای طباطبایی متوجه شد
که مالک یعنی آقای خمینی راضی به ادامه سکونت او در ملک نیست و خانه را در عین فقر حوالی سال 1350 تخلیه کرد. بیشک آقای خمینی در آن زمان به لحاظ مالی در مضیقه نبود و به راحتی می توانست تسهیلاتی برای آقای طباطبایی در نظر بگیرد تا وی بتواند مال الاجاره عقب افتاده را بپردازد، اما ایشان چنین نکرد. نظر غیر مساعد آقای خمینی با آقای طباطبایی نزد اهل علم قم شناخته شده است و حمله بر کرامت ایشان نمی کنند. دختر آقای طباطبایی خانم آقای قدوسی در مصاحبهش اطلاعات جزئی تری در این زمینه داده است. وقتی مادرم فوت کردند ما به این منزل که در روبروی مدرسه حجتیه بود نقل مکان کردیم. به پدرم گفته بودند که این منزل خالی است و شما اینجا بیایید و ساکن شوید. بعد از مدتی فردی رفته و گفته بود که اینها ملک های زیادی دارند، یعنی سعایت کرده بود، گفته بود آقا این آقایی که اومده تو خانه تو اجاره نشسته این ملاکه، آقای طباطبایی ملاک است. فارس خبرگزاری فارس میپرسد آقای عرابی چنین ادعای کرده بود درست است؟ داماد آقای خمینی. خانم قدوسی: بله، داماد امام گفته بود که علامه طباطبایی ملک بسیاری دارد. اخوی بنده با جناق آقای مصطفی خمینی است، عبدالباقی طباطبایی، و هر دو به رحمت خدا رفتند. آقای عرابی هم وقتی از موضوع ملک داشتن پدر من در تبریز خبردار می شود شک می کند و به امام می گوید. امام پیغام دادند که اگر شما می خواهید بنشینید من از سهم امام اجازه بدهم، نوشته اجاره بدهم، قاعدتاً باید اجازه بدهم. اما پدرم چون از سهم امام استفاده نمی کردند گفتند ما در خانه که سهم امام باشد نمی نشینیم و بنابراین از آنجا رفتند. گیومه: البته ایشون عرایز منو تکذیب کردند. من نوشتم چه چیز را تکذیب می فرمود؟ خودتون تایید کردید. یه خاطره دیگه هم این بخش نقل بکنم که کمی مجلس رو لطیف بکنیم، مزاح هست. خود خبرگزاری فارس هم منتشر کرده اخیرا. خبرگزاری فارس از قول سید محمد قاضی طباطبایی که وی را یکی از نزدیکان علامه و مبارز علیه رژیم پهلوی معرفی کرده خاطره زیر را نقل کرده است. بعد از بازگشت آقای خمینی به قم بعد از پیروزی انقلاب ایشان همسایه دیوار به دیوار آقای طباطبایی شدند، یعنی دقیقاً یه دیوار بین دو تا بزرگوار فاصله بود. و علاقمندان امام برای دیدار با ایشان یعنی با آقای خمینی گاهی اوقات از دیوار خانه علامه بالا می‌رفتند تا به خانه حضرت امام بروند و باعث آزار و اذیت علامه می‌شدند. در ملاقاتی امام به شوخی به علامه گفتن، نقل قول از همین آغاز تو خبرگزاری فارس 23 آبان 1399 منتشر شده، ما تولید بنده نیست، میگه که آقای طباطبایی، یعنی آقای خمینی به آقای طباطبایی، آقای طباطبایی ما شما را اذیت میکنیم، باید شما به دادگاه بروید و علیه ما شکایت کنید. علامه تعجب. علامه نیز در جواب شوخی امام گفت دادگاه شما فایده ای ندارد، چون مسئولیت دادگاه با شماست، من باید به خدا شکایت کنم. پایان نقل قول و این مزاح. بگذاریم، خواستم فقط جلسه رو عوض کنم. اما نخستین دیدار این دو عالم پس از انقلاب جزئیات جالبی داره. در دیدار آقایان میرزا هاشم آملی و طباطبایی با آقای خمینی در مدرسه رفاه تهران در اول پیروز انقلاب چه گذشت؟ بهمن 1157 علی لاریجانی که معرف حضورتون هست به پدر همسر خود مرتضی مطهری خبر میدهد که آقا میرزا هاشم آملی یعنی باباش میخواهد به دیدار آقای خمینی به تهران برود. مطهری پیشنهاد میکند استادش آقای طباطبایی را هم بیاورند تا رفع کدورت بین این دو عالم شود. مطهری میخواسته واسطه خیر باشه. هر دو را قبول داشت. قرار میشود سید مصطفی محقق داماد آقای طباطبایی را به تهران بیاورد. آقایان میرزا هاشم آملی، سید محمد حسین طباطبایی و برادران محقق داماد یعنی سید علی و سید مصطفی به ملاقات آقای خمینی به مدرسه رفاه رفتند. آقای خمینی بعد از احوال پرسی سردی با آقای طباطبایی اعتنایی به اون نکرد و در طول جلسه به گفتگو و خوشوبش با آقا میرزا هاشم آملی پرداخت. خب این از کسی که تو خود جلسه هست دارم نقل میکنم، غیر مستقیم خودش تو جلسه است.
آقای طباطبایی در مصاحبه رادیویی اردیبهشت 58 که ذکر خیرش گذشت، در پاسخ مجری که آخرین دیدار شما با شهید مطهری چه زمانی بود چنین پاسخ میدهد، نقل قول: آخرین بار ملاقات، یعنی با مطهری، همان باری بود که خدمت آقای خمینی در تهران رسیدیم. تازه وارد شده بود. ایشان، یعنی آقای مطهری بود که ما را هدایت کرد آنجا، یعنی مدرسه رفاه. شب هم مهمان آقای مطهری بودیم. همین بود. بعد از آن او را ندیدم. خدا هر دو را رحمت کند. عنوان بعدی: عدم بیعت با جمهوری اسلامی. چرا آقای طباطبایی در هیچ انتخابات و رفراندومی قبل و بعد از انقلاب، خصوصا همه پرسی های جمهوری اسلامی 12 فروردین و قانون اساسی 12 آذر 58 شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی هرگز بیعت ننمود؟ در روزهای 9 و 10 فروردین 58 که همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد، اغلب قریب به اتفاق مراجع و علما در همه پرسی شرکت کردند و رأی آری خود را به صندوق انداختند. از امثال آقای سید محمد روحانی انتظار شرکت نمی رفت، اما از کسانی که عدم شرکتشان در قم بر سر زبان ها افتاد، آقا سید محمد حسین طباطبایی و آقا سید رضا صدر. آقا سید رضا صدر برادر بزرگ امام موسی صدر و نویسنده رساله در زندان ولایت فقیه است که من اونم تصحیح کردم و منتشر کردم بودن. عدم بیعت این دو سید، طباطبایی و صدر، با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. در تهران هم آقا سید احمد خانساری در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکرد. بر همین منوال این دو نفر و البته بسیاری از مراجع و علمایی که در همه پرسی هم شرکت کرده بودند، در همه پرسی قانون اساسی در آذر 58 شرکت نکردند. به عنوان نمونه آقایان سید کاظم شریعت مداری، شیخ بهاءالدین محلاتی و سید حسن طباطبایی قمی. به هر حال آقای طباطبایی صاحب میزان در هیچ انتخابات همه پرسی، چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی، شرکت نکرد. خب این بخش اول عرایض من بود. حالا بخش دوم که بخش اصلی است، در مورد همون عبارت حکیمانه تاریخی میخوام الان جزئیات بیشتری عرض کنم. آقای طباطبایی عبارت تاریخی در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومان هم شهید شد وان اسلام بود رو در چه تاریخی، در کجا، در پاسخ چه کسی، در چه واقعی و در حضور چه کسانی بر زبان رانده است؟ یه مقدمه دارم. علی قدوسی متولد 1360 شاگرد آقایان طباطبایی و خمینی بود. او در سال 1333 با دختر آقای طباطبایی ازدواج کرد. قدوسی سالها مدیر مدرسه حقانی در حوزه علمی قم بود. به درخواست وی آقای طباطبایی دو کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه را جهت تدریس فلسفه در این مدرسه تدوین کرد که خدمت بسیار بزرگی به فلسفه اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ 9 اسفند 57، مهدی هادوی از سوی آقای خمینی به عنوان نخستین دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب شد تا وظایف خود را طبق موازین شرعی انجام دهد. اون زمان هم قانون اساسی نبود. دوران دادستانی هادوی که همین اخیر از دنیا رفت، رحمت خدا بر او باد، دادستان مردم بود واقعا، شش ماه هم نرسید. آقای خمینی در تاریخ 15 مرداد 58 به مرحوم هادوی نوشت: ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول این چند ماه جناب‌عالی در مقام دادستانی متحمل شدید، قرار شد از این تاریخ جناب حجت الاسلام آقای شیخ علی قدوسی دامت افاضاته متصدی مقام دادستانی شده و بدین مقام منصوب گردند. مراتب جهت اطلاع آن جناب بدین وسیله ارسال شد. از خدای تعالی موافقت جناب‌عالی را خواست دارم. خب بعد حکم آقای قدوسی هم اومده که حالا دیگه نمیخونم، تو متن کتبیم هست. تو اون زمان هنوز قانون اساسی تصویب نشده، بنابراین نه دیوان عالی است نه دادستان کل کشور، فقط دادستان انقلاب هستش. با ورود قدوسی به قوه قضاییه، بسیاری از طلاب مدرسه حقانی وارد سمت‌های قضایی شدند. به دنبال بحران‌های کشور در سال 1360، از یک سو ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور منتخب مردم توسط مجلس شورای اسلامی عزل شد. سازمان مجاهدین خلق ایران و برخی سازمان‌ها و احزاب دیگر اعلام جنگ مسلحانه کردند و جنگ‌های خیابانی بین محاربین و نیروهای سپاه و بسیج، تعدادی کشته و جمعی بازداشت شدند. سازمان مجاهدین خلق شروع به ترور مقامات جمهوری اسلامی کرد. 7 تیر 1360 با بمب مقر حزب جمهوری اسلامی را منفجر کرد که در آن سید محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و بیش از 70 تن از وزرا و نمایندگان مجلس کشته شدند.
8 شهریور همان سال دفتر نخست وزیری منفجر شد و رئیس جمهور محمد علی رجایی و نخست وزیر محمد جواد باهنر به قتل رسیدند و در مرحله سوم در بمب‌گذاری دفتر دادستانی علی قدوسی دادستان کل انقلاب در 14 شهریور 1360 کشته شد. رحمت خدا بر همگی. رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیت خود نوشت: انا لله و انا الیه راجعون. با کمال تأسف و تأثر حجت الاسلام شهید قدوسی به دوستان شهید خود پیوست. شهید عزیزی که سالیان دراز در خدمت اسلام بود و اخیراً مجاهدات او در راه انقلاب بر همگان روشن است. این جانب سالیان طولانی از نزدیک با او سابقه داشتم و آن بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و مقاومت و تعهد در راه هدف می شناختم. شهادت بر او مبارک باد و وفود الالله و خروج از ظلمات به سوی نور بر او ارزانی باد. راهی است که باید پیمود و سفری است که باید رفت. چه بهتر که در حال خدمت به اسلام به ملت شریف اسلامی شربت شهادت نوشیدن و با سرفرازی به لقاء الله رسیدن، و این همان است که اولیای معظم حق تعالی آرزوی آن را می کردند و از خدای بزرگ در مناجات خود طلب می کردند. گوارا باد شربت شهادت بر شهدای انقلاب اسلامی و خصوصا شهدای اخیر ما که با دست جنایتکار منفورترین عناصر پلید به جوار رحمت حق شتافتند و افتخار برای اسلام و ننگ و نفرت برای دشمنان دشقیم ملت شریف آفریدند. خب این عبارت رو خوندم تا مشخص باشه فضای شهادت در اون زمان چی بوده و آقای طباطبایی که اون عبارت رو میگه در پاسخ چینا رو گفت. آقای طباطبایی در آن زمان 79 ساله بود. ایشان تابستانها خانه در دماوند اجاره می کرد تا به دماوند می رفت، به دماوند می رفت تا از گرمای قم بگریزد. گرمای قم تابستانا طاقت فرسا است. قضیه آخرین ماهای زندگی ایشان را از زبان شاگردش ابراهیم امینی بشنوید. به جای که خودم بگم بذارید ببینیم ایشون چی گفته. امینی هم شاگرد آقای خمینی هم شاگرد آقای طباطبایی. ایام تابستان و هوای گرم قم فرا رسید. بعضی ارادتمندان منزلی در دماوند برای ایشان اجاره کردند و برای تغییر آب و هوا او را به دانجا بردند. باغچه‌ای بود در حدود 500 متر و چند اتاق. یکی از طلاب علاقمند نیز به منظور کمک و پرستاری به همراه بود. البته خانم ایشون هم، خانم روزبه هم، منصوره روزبه هم هیچ جا شوهرش رو تنها نمی‌گذاشت. این دو نفر با هم بود. در آن ایام من به قصد تشرف به حج داشتم. این خیلی مهمه تا تاریخش رو ما بتونیم پیدا بکنیم، تاریخ اون زمان رو که ایشون در چه تاریخی در دماوند بوده. قصد تشرف به حج داشتم و مدتی از احوال استاد بیخبر بودم. به منظور دیدار به دماوند رفتم و پس از جستجو منظر ایشان را پیدا کردم. علامه را خبر کردم، سلام و احوال پرسی کردم. از ایشان پرسیدم شهید را چرا شهید میگویند. ببینید تو چه فضایی هست. جز آخرین ملاقات های امینی و آقای طباطبایی. شهید را چرا شهید میگویند؟ آیا بدین جهت است که در میدان جنگ حضور یافته؟ پاسخ داد آقای طباطبایی: نه، بالاتر از این. شهید در مقام اعمال حضور دارد، تجسم اعمال. حاضران از پاسخ دادن ایشان تعجب کردند. یکی میگن ایشون هوش و حواسش سر جاش نبود، اون آخر اشتباه میکنه. پاسخ خیلی پاسخ عالمانی است. همراه استاد یک مرتبه در باغ دور زدیم. پس از چندی به حج مشرف شدم. اولین سفر حج من بود. بعد از پایان مراسم حج و مراجعت به قم از احوال استاد جویا شدم. توی حج تو عرفات خواب آقای طباطبایی رو میبینه. میتر نگران بوده نکنه ایشون از دنیا رفته باشه. معلوم شد زنده است و به قم آمده است. یعنی از دماوند به قم آمده است. بعد از چند روز در منزل از ایشان عیادت کردم. یعنی در منزلشون در قم. عرض کردم امسال به حج مشرف بودم و در عرفات برای شما خوابی دیدم. تا خوابش هم اونجا نوشته، من نقل نمی کنم. صورتش را به سویم برگردانید و توجه کرد. خواب عرفات را به تفصیل برایش بیان کردم. خوب گوش داد و در نهایت تبسم فرمود و گفت خواب خوبی است. بعد از آن نیز هر چند روز یک مرتبه از ایشان عیادت می‌کردم. غالبا آقای یحیی برقعی که از ارادتمندان او بود حضور داشت و با کمال مهربانی پرستاری کرد. از خاطرات آقای امین. حالا تطبیق زمانیش. در سال 1360 ایام حج در اواسط مهر ماه بوده است. یعنی اول ذی‌الحجه می‌شده هفت مهر ماه. اگر آقای امینی دو هفته هم قبل از مراسم حج به ملاقات آقای طباطبایی رفته باشد، یعنی ایشان تا اواخر تابستان در دماوند بوده است. یعنی آقای طباطبایی تا اواخر تابستان در دماوند بوده است و در مهر ماه آن سال به قم بازگشته است.
علی قدوسی 14 آبان به شهادت رسیده است. در آن ببخشید 14 شهریور به شهادت رسیده است. در آن ایام آقای طباطبایی به همراه همسرش سرکار خانم منصوره روزبه در دماوند بودند. اینکه انکار میکنن که اصلا دماوندی در کار نبوده، این سندش. البته خود خانم روزبه هم اینا رو گفته که من توی مطالب قبلیم گفته بودم، حالا مطلب جدید بود. اما ناقلان عبارت تاریخی، عبارت در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومان هم شهید شد و آن اسلام بود را مکررن در افواه عمومی شنیده بودم. جزئیات آن را برای نخستین بار از فاضل محترم سید مصطفی محقق داماد شنیدم. خلاصه آن این است، با اصلاحاتش و نمی نکاتش. ذوالمجد طباطبایی قمی از وکلای مرفع دادگستری ذوق فلسفی داشت و سالها میزبان جلسه مباحثه هنری کوربن و علامه طباطبایی در خانه خود در تهران بود. تابستان 1360 علامه برای استراحت در جابان دماوند خانه اجاره کرده بود. این خانه ربطی به آقای ذوالمجد نداره، خانه اجاره کرده. بعد از شهادت علی قدوسی داماد علامه در تاریخ 14 شهریور 1360 اصحاب حلقه تعویل، یعنی همون گروهی که کوربن و طباطبایی مباحثاتشون گوش میکردن، تصمیم گرفتن برای عرض تسلیت خدمت علامه طباطبایی مشرف شدند. هنگام ورود محمد تقی فلسفی واعظ مشهور از ملاقات علامه بیرون آمد. بنابراین ایشون تو جلسه نبوده، تو نقل قبلی خلاف بود، ایشون تو جلسه ای که الان میخوام ذکر کنیم نبوده، اما رفته ملاقات کرده، علامه را دیده داشته، میومده. از اعضای دائمی محفل داریوش شایگان در سفر بود، تو جلسه نبود و حضور نداشت. ظاهرا عیسی سپهبودی از اعضای محفل، همون مترجم فرانسه، از جمله حاضرین بود. ذوالمجد طباطبایی قمی به نمایندگی از اعضای محفل اهل تعویل شهادت علی قدوسی را به علامه طباطبایی تسلیت گفت. علامه بعد از تسلیت ذوالمجد پکی به سیگارش زد و بعد گفت: در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومان هم شهید شد و آن اسلام بود. بعد از جلسه ذوالمجد پاسخ علامه طباطبایی را برای دوست خود علی وکیل، وکیل دادگستری، نقل کرده بود. علی وکیل قاضی بود و هنوز هم در قید حیات است. وی فرزند حاج محمد رضا وکیل از وکلای ملی دادگستری بود. از طریق وی که فردی معتمد و موثق است، عبارت علامه در محافل مختلف نقل شده است. محقق داماد در نقل دیگرش مطلب را مستقیما از ذوالمجد برایم نقل تعریف کرد. او هرگز، یعنی محقق داماد، هرگز عضو محفل تعویل نبوده است. رو قبلا هم نوشته بودم. این قضیه کمترین ربطی به مسئولیت وی به عنوان ریاست کل بازرسی کشور، یعنی از 1360 تا 1373 نداشته. پس چرا رفته با اینا؟ محقق داماد متولد 1324 از خواص شاگردان مرتضی مطهری و با خانواده آقای طباطبایی قرابت سببی داشته است و از علاقمندان آقای طباطبایی و از دوستان بسیار نزدیک ذوالمجد بوده است. علی وکیل هم که همکنون در قید حیات است، یکی رو دیگه میتونید برید مشخصا، امیدوارم. حالا من اسما رو میارم. مشکل اساسی اینه که بلافاصله آقایون امنیتی میرن افراد تحت فشار قرار میدن. خب بسیاری به من گفتن اسم نیار، صحبت کردن، اما چون میخوان برن ایران یا داخل کشور هستن. این آقای علی وکیل که همکنون در قید حیات است، از وکلای خوشنام دادگستری و از خیرین قوم است. او در قیام 15 خرداد به اعدام محکوم شد، اما حکمش اجرا نشد. علی وکیل و ذوالمجد طباطبایی از دوستان بسیار نزدیک هم بودند و او نیز با گوش خود قضیه فوق و مشخصا عبارت یاد شده را از ذوالمجد به نقل از آقای طباطبایی شنیده است. با اطلاعات جدید و بازبینی اطلاعات گذشته، زمان این ملاقات اواخر شهریور یا اواخر مهر 1370 بود، 1360 بوده است. مکان آن ییلاق اجاره‌ای در روستای جابان دماوند بوده است. فردی که به نمایندگی از اصحاب حلقه تعویل شهادت داماد آقای طباطبایی را به ایشان تسلیت می‌گوید، سید احمد ذوالمجد طباطبایی، فرزند حبیب الله طباطبایی قمی، وکیل دادگستری و کسی بوده است که جلسات گفتگوی آقایان طباطبایی و هنری کوربن در منزل وی در خیابان بهار تهران سالها منعقد می‌شده است. پس این ویلا متعلق به ایشون نبوده، قبلا اشتباه نوشته شده، ولی تصحیح دارم میکنم. ظاهرا وی در سال 1373 از دنیا رفته است. الان ما نقل، من نه سال تولدش رو میدونم نه سال وفاتش رو میدونم.
دکتر عیسی سپهبدی که اون هم ظاهرا در جلسه بوده، متولد تهران، متولد 1296 همدان، دکترای فلسفه و زبان فرانسه، ببینید دیپلم ها دیپلم از زبان دانشگاه سوربن معادل دکتری است. به همین دلیل استاد زبان فرانسه دانشگاه تهران بوده و این رو همه جا به عنوان دکتر عیسی سپهبدی نوشته. ایشون استاد دانشگاه تهران، نویسنده و مترجم برخی آثار کربن بوده که من ترجمه آثارش رو شخصا دیدم. زمان وفاتش، پایی که من کوشش فراوان کردم، اوایل دهه 60 است، نه اوایل سال 60. تو همون منبع و منبعی هم که ذکر کردم، چهره ها، ببینید این منبع چهره ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین هست که در سال 77 نوشته شده. این تنها جایی است که سال وفات، یعنی زمان وفات براش نوشته شده، گفته که این سپهبدی اوایل دهه 60 از دنیا رفته. اینکه کسی بیاد بنویسه اوایل سال 60، این تحریف مسلم است. داریوش شایگان، جمعی که برای استماع گفتگوی دو فیلسوف شرق‌الغرب در منزل ظلمج جمع می شدن را اصحاب تأویل می نامید. خب، اما نخستین نقل کتبی کی برای من صورت گرفت؟ قبل از من، محمد رضا حکیمی، متولد 1114، متوفای 1400، از نویسندگان پرکار معاصر که خود رو تفکیکی معرفی میکنه و قالب جدایی فلسفه و عرفان از دین بوده و شیفته اصل عدالت، خصوصا عدالت اقتصادی بوده. حکیمی در دوران متأخر عمرش از نظام برآمده از انقلاب فاصله گرفت و در مقایسه موضع ضد انقلابی برخی فلاسفه معاصر با موضع انقلابی میرزا جواد آقا تهرانی خراسانی متوفای 1368، فقیه تفکیکی، در کتاب عقلانیت جعفری در سال 1390 مطالبی نوشت که اونجا اینا نقل کرد. حالا من یک صفحه مطالبی رو نقل کردم، اما چند خطش رو بیشتر به دلیل کم بوده وقت نمیخونم. نوشته چرا علامه طباطبایی رضوان الله علیه، استاد مسلم فلسفه و مروج فلسفه صدرایی، البته به جز معاد مثالی، نه تنها گامی در راه انقلاب و تاییدان برنداشت، بلکه با این حرکت و اقدام به شدت مخالف بود و تعبیری تند از ایشان در این باره نقل شده است: این انقلاب یک شهید دارد و آن اسلام است. محمد رضا حکیمی، عقلانیت جعفری، کتاب اول، مقاله سوم، حکمت قرآنی و فلسفه یونانی، تهران، انتشارات دلیل ما، بهار 1190، صفحه 122 و 123. اینا رو من از خودم در نیاوردم. محمد رضا حکیمی هم همون است که آقای خامنه‌ای به رادیو تلویزیون توصیه میکنه برید با اینا صحبت بکنید. خب، ایشون تفصیلی میده، میگه که برگردیم به کمی پیشتر. از این گفتار این مقاله که این جانب با نقل مطالبی در تلاش بودم تا بچه معقول بیابد برای ضد انقلاب بودن علامه طباطبایی و برخی دیگر از فلسفه دانان معظم ما و انقلابی بودن اون استاد تفکیکی شیخ مشتبه قزوینی و دیگران. نکاتی گفته، میخوام بگم حتی من واژه ضد انقلاب به کار نبردم. حکیمی برای آقای طباطبایی واژه ضد انقلاب به کار برد. بعد میگه که حالت خودش رو توضیح میده، میگه که جمعی فلسفه دانان به هیچ روی انقلابی نبودند. یاد میکنم از دو استاد متبحر در مبانی صدرایی، سید جلال الدین آشتیانی و دکتر مهدی حائری یزدی، که با انقلاب بر سر انادی سخت بودند و سخنانی تند میگفتند. پس این سخنان رو فقط آقای طباطبایی نگفته، مرحوم سید جلال هم میگفته، جلال آشتیانی هم میگفته، دکتر مهدی حائری یزدی، ایش پسر حاج شیخ استاد آقای خمینی، اونم میگفته. خب، بعد ادامه میده آقای حکیمی و میگه که این خودش میگه تحول فکری خودش رو توضیح میده در قصد و عدم وقوع. و بعد میگه که من سال 60 این اول انقلاب کتاب تفسیر آفتاب رو نوشتم در شرح در متن‌های خمینی. میگه که از این به بعد این کتاب از مجموعه تألیفات من حذف کنید، من دیگه قائل نیستم به اون چه که اون زمان نوشتم و این حرف رو جاش بگذارید. یه خود حرف آقای حکیمی تا میگه که فردا عند الله مسئول نباشم. بالاخره حالا دیگه قصه ایشون رو ادامه ندم. حکیمی اولا این حرف خودمه دیگه، این عبارت تند را با واسطه شنیده است، یعنی همین عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود نه مستقیم، و ثانیا در صحت انتسابش به آقای خمینی تردیدی نکرده است، وگرنه آن را در کتابش با این شرح و تفصیل درج نمی کرد.
محور سوم تحلیل حکیمی این است که این مطابق این تحلیل اولا دغدغه اصلی آقای طباطبایی انقلاب سیاسی نبوده است. ثانیا ایشان نظام برآمده از انقلاب را نیز نسبت به اجرای موازین اسلامی موفق ارزیابی نمی کرده است. ثالثا دغدغه اصلی وی تحقق تعالیم اسلامی بوده است، یعنی وی مدافع رویکرد تقدم فرهنگ بر سیاست بوده نه برعکس. هرچند باور آقای طباطبایی به اصل اصیل عدالت به غلظت روایت حکیمی نیست، با این همه هر سنوکته حکیمی درباره آقای طباطبایی پذیرفتنی است. دیگه اواخر جلسه هستیم و من پرسیدم این سوال را هم جواب بدم. چه قرائن صدق این خبر واحد ثقه را تبدیل به خبر محفوف به قرائن قطعیه می کند؟ چون خبر واحد حتی ولو از ثقه هم باشد زن نیست. چجوری میتونیم بگیم این خبر قطعی و صدور هست؟ نمیخواد مستفیض باشد، نمیخواد متواتر باشد. اگر محفوف یعنی همراه با قرائن قطعیه باشه، این همه قرینه که من تو این جلسه برای شما نقل کردم، تمام مستندات این جلسه قرائنی است که این خبر واحد ثقه را مطابق با موازین علم اصول محفوف به قرائن قطعیه میکنه. البته با کسی که میخواد بشنوه، کسی هم که خودشو به خواب زده که بیدار نمیشه، اونم پیکارش میشه. اختلاف روایات و فروعی که هیچ تأثیری در اصل مسئله نداشته است، کمترین خللی به اصل نقل وارد نمی کند. اگه می خواهد جدول بکشید، برای همین روایاتی که تو اصول کافی معتبرتن این کتاب روایت ما اومده، اگر شما نسخه بدلها رو ببینید و نقلی که مثلا شیخ طوسی، شیخ صدوق در کنار کلینی کردن، کنار هم بگذارید، وقتی که به هیچ نقلی نمیشه اعتماد کرد. ما در اصول خوندیم، در درایه خوندیم که باید ماحصل اینها رو، اون چیزی که اصل مسئله رو ببینیم، به جزئیات کاری نداشته باشیم. اصل مسئله در نقل من از لحظه اول تا کنون تغییر پیدا نکرد. سوال دیگه، چرا آقای خمینی در بودشت صاحب المیزان را کتما تسلیت نگفت؟ این عکس العمل آقای خمینی در ابتدای سخنرانی مورخ 25 آبان 1360 در دیدار با مسئولان بنیاد شهید سراسر کشور، مجروحان و معلولان بیمارستان‌های امام خمینی و شهید مصطفی خمینی و خانواده شهدای شهرستان کرج با موضوع اهمیت حفظ جمهوری اسلامی، نقش روحانیت در طول تاریخ و طرح خیانتبار سازش با اسرائیل، با عبارات زیر درگذشت آقای طباطبایی را تسلیت می‌ده. یعنی حتی یک جلسه مستقل برای آقای طباطبایی درگیر نمیگذاره. یه صحبت عمومی که داره، اولین صحبتی که بوده که این افراد مخاطب شده، این چند جمله رو اولش میگه و چند جمله رو هم برای شما میکنه. من قبلا باید از این زایه‌ای که برای حوزه‌های علمیه و مسلمین حاصل شد و آن رحلت مرحوم علامه طباطبایی اظهار تأسف کنم و به شما و ملت ایران و خصوصا حوزه‌های علمیه تسلیت عرض کنم. خداوند ایشان را با خدمتگزاران به اسلام و اولیای اسلام محشور فرماید و به بازماندگان ایشان و متعلقین و شاگردان ایشان صبر عنایت فرماید. این تمام عکس العمل آقای خمینی در مورد آقای طباطبایی، اونم به شکل شفاهی است. صحیفه امام جلد 15 صفحه 363. جالب است که مخاطبان این صحبت عمومی مرتبط با شهید بودند. موضوع سخن هم لزوم حفظ نظام بوده است که همگی با پیام آخر آقای طباطبایی که این شهید انقلاب اسلام بود کاملا مرتبط است. من پرسیدم آیا عبارت آقای طباطبایی درباره شهادت به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده بود؟ پیشونی صحبت ها را برای این جمع فرمودن؟ حالا کار با مقایسه حل میشه، وقت میفهمیم که قضیه از چه قرار. بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد درگذشت شخصیت های شاخص کتبا پیام تسلیت میداد است. برای برخی هم تسلیت کتبی هم پیام شفاهی میداد است. بنگرید عکس العمل ایشان درباره شهادت مرتضی مطهری که شاگرد آقای طباطبایی بوده. ببینید آقای خمینی چه کرده، چه کتبی و شفاهی و سالگرد و دومین سالگرد. درگذشت مرحوم سید محمود طالقانی شهریور 1158، درگذشت آقای شیخ بهاءالدین محلاتی 27 مرداد 60، درگذشت شیخ مرتضی حائری 15 اسفند 64. مشخصا نزدیکترینش آقای شیخ بهاءالدین محلاتی هست. این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، وقت متوجه میشیم که آقای خمینی آقای طباطبایی رو چجوری میدیده. عملا عدم تسلیت کتبی دلالت بر عدم عنایت لازم به شخصیت آقای طباطبایی از سوی آقای خمینی است. با توجه دو تا نکته دیگه دارم و بحثم تمام میشه. با توجه به اینکه دختر و نوه آقای طباطبایی در جلسه مذکور حضور نداشتند، چگونه آن را تکذیب میکنند؟ واکنش دوست دیرینه محمد حسین قدوسی
در تکذیب این که گوینده عبارت فوق من نبودم را پذیرفتم. همون اوائل. چرا؟ چرا که من وی را عادل می دانم و شهادت حسی او را قابل اعتنا می شمارم. اما نسبت به اطلاعات تازه که از منابع مستقل از ایشان به من رسیده است، یعنی از پدر بزرگ ایشون به من رسیده است، تا کنون نام برده اظهار نظری نکرده است. اظهار نظرهای شهریور 1195 وی تحلیل اوست و شهادت حسی نیست تا مقبول باشد. تحلیل قابل نقده. تحلیل ایشون هیچ فرقی با تحلیل من نداره. همین که وی تا کنون تن به مصاحبه های مبتذل با خبرگزاری های دروغ پرداز نظام تا کنون نداده است، نشانه سلامت نفس وی است که امیدوارم این سلامت نفس همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به سوابق دیرینه دوستی با وی، من بدون هیچ پیش شرطی حاضرم در گفتگوی رو در رو، البته چون من اینجا هستم میشه مجازی، با ایشان شرکت کنم تا نکات ابهامی احتمالی از این قضیه رفع شود. مصاحبه سرکار خانم نجم سادات طباطبایی، مادر محترم ایشان را که در اردیبهشت 1397 با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود، همین چند روز اخیر دیدم. ابتدا از ایشان تشکر میکنم. آنچه ایشان شهادت حسی داده قابل توجه میدانم. اما تحلیل های ایشان از اموری که در آن حضور نداشته و اطلاع کافی نداشته، البته قابل نقد میدانم با احترام. ایشان سرگرم نگاهداری فرزندان خردسالشان بودند و در دماوند حضور نداشتند. و در دیگر وقایعی هم که تکذیب کردند، هیچ یک شاهد حسی و مستقیم نبودند. مصاحبه سرکار خانم منصوره روزبه، همسر آقای طباطبایی که همدم همسرش در دماوند و قم در ماه‌های آخر بوده، مؤید گزارش من است. آقای طباطبایی در دماوند از شهادت دامادش علی قدوسی مطلع بوده است. در مصاحبه خانم قدوسی نکات مهمی آمده است. این نکته رو از نقل میکنم به خاطر فوق‌العاده مهم، احدی نگفته این شهادت حسی. یک بار یکی از علما که اسم او را نمیبرم، ایشون فرمودن و فامیل ما نیز بود، به پدرم نامه نوشت و به پدرم آن را به من نشان داد که در آن نوشته بودند شما خبر ندارید که دامادتان، یعنی مرحوم شهید علی قدوسی، آدم کش شده است. در جای دیگر همان مصاحبه خانم قدوسی فراموش کمی کند که نمیخواسته اسم این فرد را ببرد و میگوید آقای حائری یزدی، یعنی آقای شیخ مرتضی حائری یزدی، پدر همسر برادرم یعنی عبدالباقی طباطبایی است، همان فردی که به پدرم علیه شهید قدوسی نامه نوشت و گفت که داماد شما آدم کش است. نقل قول پایان. با این شهادت حسی دختر آقای طباطبایی برای درک زمینه صدور آن عبارت تاریخی بسیار احتیاج داریم. آخرین نکته، اهتمام نظام برای تحریف آقای طباطبایی و تبدیل وی به یکی از آرای یاران امام خمینی و مدافعان انقلاب نظام به چه دلیل است؟ آقای طباطبایی شخصیت بسیار شاخصی است. نظام در مقام مصادره شخصیت‌ها از طریق تحریف آرایشان است. آقای سید محمد حسین طباطبایی یقیناً از علمای منتقد انقلاب 57 و مطمئنن مخالف جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بود است، بدون هیچ تردیدی. ایشان، کسی که ایشان را از یاران امام خمینی و مدافعان انقلاب و نظام معرفی می کند، این از مصادیق افترا، تحریف و مصادر است. عبارت حکیمانه در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود، اظهار نظری خردمندانه از حکیمی متبحر است که با توجه به شواهد و قرائن ارائه شده خصوصا در این جلسه مطمئنن از ایشان صادر شده است. از کس دیگری جز ایشون نمیتونست همچو عبارت خردمندانه و حکیمانه صادر بشه که در یک جمله موضع خودش رو در مقابل این وقایع مهم مشخص بکنه. و جالب اینجاست که ما بعد از 42 سال با گوشت و پوست خودمون داریم به صحت ارزیابی آقای طباطبایی از انقلاب و جمهوری اسلامی پی میبریم. برای همین میگیم رحمت الله علیه. بیش از این مصدع نمی‌شوم و داوری را به شنوندگان محترم می‌سپارم. ضمناً کلیه نکات فرعی
و جزئی که در چهار نوشته قبلی من با مطالب این نوشته متعارض است و هیچ دخالتی هم در اصل مسئله ندارد، منسوخ و نظر مستند من چیزی جزئی نیست که در این گفتار عرضه شد. برای کسانی که طالب حقیقت هستن، کسانی که خودشو به خواب زدن که نمیشه بیدارشون کرد، از صبر و تحمل تک تک شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب تو این مقطع میتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. برخی از کامنت های شما هم تو این مسائل اخیر من دیدم، حالا تا سوالا به دست من برسه، و برخی از این کامنت ها، حالا برخیش که خیلی با ادبه، با ادب، با تعجبه که اونا هیچ، اون نشون دهنده ادب گویندهاش هست، اما برخی که نکته ای نوشتن من ازشون تشکر میکنم، بسیار هم زیاد بودن، یعنی نشان دهنده این سخنرانی های اخیر من میانگین بیش از 300 هزار بار فقط در اینستاگرام دیده شده و این نشون دهنده تشنگی جامعه است به اطلاعات مستند. خود به خود وقتی که این مقدار اقبال شده، افرادی هم پیدا میشن که خب به گونه دیگری فکر میکنن. اگر میخواد من پاسخ منو بشنوید، ایمیل من در اختیارتون هست، به من ایمیل بزنید، من به شما پاسخ میدم. اما این که بخواید فرض بکنید به ظاهر افراد به اصطلاح گیر بدید، چرا یقت اینطوریه، چرا ریشت اونجوریه، چرا این مسائل، اگر جامعه ما تو این رده باشه میگه ولی الاسلام السلام، فقط من میخندم وقتی اینجور اظهار نظر رو میبینم. حالا بگذاریم سال اولو. گفتن که آقای سیستانی و خویی هم مخالف انقلاب بودند، اگر میشود توضیح مختصری بدهید. البته آقای سیستانی و آقای خویی موازشون متفاوته. آقای خویی، آقای سید ابوالقاسم موسوی خویی، ایشون در مبارزات سال 41-42 هم پای بقیه مراجع مقیم ایران شرکت داشتن و اعلامیه‌ها رو امضا کردن. منتها نظر فقهیشون ایشون کاملا متفاوت با آقای خمینیه و ایشون اصلا ولایت فقیه رو باور نداشتن. من مقاله، چند مقاله در مورد آرا فقهی آقای خویی منتشر کردم که آخرینش حتی اون نظراتی که در منهاج السالین کتاب جهاد هم آمده، اون رو هم تحلیل کردم، میتونید اونجا ببینید. به هر حال به نظرم میاد روی کرده آقای خویی به روی کرده اکثریت مراجع و فقهای امامیه نزدیکتر است. آقای خمینی و شاگردان وفادارش اینها در اقلیت مطلق در تاریخ فقه شیعه قرار دارن. این رو نظر کارشناسی که دارم ذکر میکنم. آقای سیستانی خب شاگرد آقای خویی بودن و مشیشون هم الان در عراق بسیار مشخصه. از اشتباهاتی که آقای خمینی در جمهوری اسلامی مرتکب شدند، ایشون به شدت درس آموخته، پرهیز میکنه و موضعی گرفته. ببینید آقای خمینی، بذارید این نکته رو باز کنم، زمانی که در پاریس بودن و ازشون میپرسن آقا این نظامتون چی خواهد بود، جمهوری اسلامی یعنی چی و شما درش چه کار خواهید بود، ایشون گفت من رهبر معنوی هستم، اگر جایی انحرافی دیدم تذکر میدم، اما رئیس حکومت من نیستم. اما رئیس حکومت شد، لااقل از چند ماه دوم بعد، همون لحظه اول میتونیم بگیم آقای خمینی رئیس جمهوری اسلامی بوده است و هرگز رئیس معنوی نبوده، رئیس اصلی بوده. خب آقای سیستانی از ابتدا با اینکه اقتدارش کمتر از آقای خمینی در عراق نیست، همه قبولش دارن، عراق هم با ایران متفاوته، اونجا سه گروه هن، شیعیان هستن، اهل سنت هستن و کردها هستن، ولی مقبولیت که آقای سیستانی در میان همه داره و حرفش شنیده میشه، ایشون هرگز خودش رو زمامدار ندانسته و نمیداند و به عنوان یک رهبر معنوی باقی مونده که توانسته به نظر من از اقتدار اسلام و تشیع بیشتر بهتر به شکل عالی دفاع بکنه. اما این که حالا ایشون نمیشه گفت که مثلا هیچ عبارتی نداره که
نظر شبیه عبارت آقای طباطبایی یا حتی نظر شبیه آقای خویی کمتر داره. من تنظیم کردم دیدگاهشون رو در مورد ولایت فقیه، انشالله فرصت بکنم زمانی منتشر میکنم. ایشون برای رأی و رضایت مردم موضوعیت قائل هست و آراء اصولی متفاوتی هم خوشبختانه دارد و به هر حال میتونم بگم که ولی که نخیر، اگه فکر بکنید ایشون جز مدافعین جمهوری اسلامی هستن، خیر، هر کی اینو گفته اشتباه کرد. اما سال دوم گفتن لیستی از منابع را بفرمایید برای مطالعه بیشتر. در کدوم موضوع؟ حالا این همین مطلب من کتبیش منتشر خواهد شد، شما میتونید مراجعه بکنید، منابع را هم اونجا ذکر میکنم و ملاحظه بکنید. اتفاقا یه چیزی اینجا میخوام، یه کتابی از یکی از همدوره های من، خیلی هم نظر مساعدی با من نداره ولی که کتابش کتاب خوبیه، در مورد اندیشه سیاسی علامه طباطبایی است. نویسندش هم آقای محمد سروش محلاتی است. ایشون خط امامی هم هستن و از موزه خط امام هم تو چندین مطلب منو نقد کردن. اما این کتابش رو که دیگه ربطی به من نداره میتونید ببینید که یه خط امامی هم چجوری آقای طباطبایی رو، اندیشه سیاسی آقای طباطبایی رو میشناسه. من فرصت نداشتم که یه خلاصه هم از اونجا بگم که این آقا رفته توی المیزان چه نکاتی رو پیدا کرده بر علیه استبداد، که استبداد دینی چقدر بد است بعض زبان آقای طباطبایی، اونم توی المیزان. من توصیه میکنم این کتاب رو ببینید تا فکر نکنید که فقط منم که دارم همچو قرائتی رو از آقای طباطبایی میکنم. حتی مدرسین درس خارج جوان حوزه علمی قم هم به همینجا دارن میرسن. نمونهش سروش محلات. بله. درباره فشار میرزا مهدی اصفهانی در تعطیلی دروس درس فلسفه علامه توضیح بیشتری بدید. خب حالا قدش که من بلد بودم همینا بود که گفتم. ببینید در مشهد جناح ضد فلسفی و ضد عرفانی هنوزم قوی هم بوده. اینا همونا هستن که تفکیکیون ازش اومدن، آقای حکیمی هم از این زمره بودن و تفاوتش هم آقای خمینی هم، ببینید الان بالاتر از اون میگم، آقای خمینی داشت در تفسیر حمد میگفت از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد. خود من جوان یک از شنونده‌هاش بودم، واقعا هم درس خوبی بود، خیلی لذت هم برد. 7 جلسه بود اگه اشتباه نکنم، درس قطع شد، ایشون تو همون آیه اول و دوم باقی مونده بود و چقدر تفسیر شیرین عرفانی داشت از سوره حمد ارائه میکرد. چی شد؟ هیچ، دوباره از مشهد باهاش تماس گرفتن که این صوفی بازی ها چیه تو در آوردی و هیچ. آقای خمینی ببینید اینها اینقدر مشکلزا هستن که آقای خمینی با همه این اقتدارش تفسیر سوره حمدش از رادیو تلویزیون ایران قطع میکنه. حالا قبل از اون هم اینها، این اتفاقا آقای دوانی، حالا من همه چیز رو نخوندم برای شما، آقای دوانی گفته که وقتی که اینها فشار آوردن برای درس تعطیل درس آقای علامه آقای طباطبایی، ما و جمعی دوستان، اسمم برده رفقاشو، رفتیم خدمت آقای خمینی، گفتیم آقا تو خودت فلسفه میگفتی، چرا دفاع نمیکنی؟ بیا کمک کن به آقای طباطبایی، فشار از رو دوشش بردار. میگه ما دیدیم که نخیر، ایشون خودش هم موافق نیست. تفاوتش هم سر این بوده، آقای خمینی معتقد بوده فلسفه رو فقط برای اهلش باید گفت، درس باید درس خصوصی باشه، اول باید امتحان اهلیت بگیریم مثل شورای نگهبان. آقا تو اهلیت داری که یه حرفا رو گوش بکنی؟ اگه اهلیت داری برات درس میدی، اگه اهلیت نداشتی خدا حافظش. آقای طباطبایی اومده برای اولین بار در تاریخ 2 درس عمومی مطرح کرده، یکی تفسیر قرآن درس عمومی بزرگ، درس اصلی، و دوم فلسفه، اونم چه فلسفه؟ حکمت متعالی. حکمت متعالی این آقایون مشهدی تفکیکیون با مسئله اصلون وحدت وجوده که تو فلسفه ملا صدرا پیدا میشه تکفیر میکنن، مثلا راحت تکفیر میکنن. مقابل این میگن هر کی فلسفه رو بگه منحرف است، اصلا این از راه کتاب و سنت منحرف است. خب اومده با جلسه 200-300 نفر طلبه اون روز قم، درس های بروجردی چند بود؟ اون چند صد نفر، فرض کن 2-3 برابر، میگه بیشتر که نبوده که. اون اومده همچه درس تشکیل داده، آقای خمینی هم همه حمایت نمیکنه، میگه اگه میخواد درس بده خصوصی، آخرم حریفشون نمیشه. هم آقای طباطبایی هم آقای منتظری که این دو ایشون بزرگترین مدرسین فلسفه و زمان هستن، اون اسفار میگفته، این منظومه میگفته، هر دو مجبور میشن تعطیل بشن. اون وقت آقای علامه شروع میکنه درس
اسفار خصوصی گفتن و الهیات شفای عمومی گفتن، آقای منتظری هم منظومش تعطیل میکنه، اشارات میگه. یکی از شاگرداش همین آقای سید علی خامنه‌ای تو کتاب شهر اسمش نوشته. اینا اون زمان بودن. این حالا در حدی من تو کتاب اخیرم همین دوران معادلت و معاونت هر چی میدونستم نوشتم. ضمن اگه شما میخواد بیشتر بدونید مراجعه کنید به مقدمه شرح منظومه عربی که از دروس آقای خمینی است، عبدالغنی اردبیلی نوشته، اونجا یه مقدمه داره، مطالبی که اونجا هست قابل مطالعه هست تو این زمان زمینه. به هر حال این اختلافات خیلی جالبه که باید بدونیم تا جغرافیای فکری دستمون. بله، بعد خدمت شما عرض بکنم سال بعدی ببینید که من درباره فشار گفتم. راست میگن نوه مرحوم علامه گفتن که ما خبر شهادت پدرمون رو به ایشون ندادیم، پس این حرف رو نزدن. بله حرف رو زدن اینها، خانمشون هم گفتن، یعنی دخترشون هم گفتن. من همه آدرس ها رو آوردم، چیزی رو کتمان نمی کنم، عیناً نارو گفتم. منتها ببینید آقای طباطبایی یه خانمی داشتن، چون خانمشون از دنیا میره، یعنی مادر بچه هاشون از دنیا رفته، حدود سال 43 این هاست. بعد خود دخترشون میگه ما رفتیم، خواهر آقای روزبه مال مدرسه علوی رو به نام خانم منصوره روزبه رو ایشون پذیرفتند، ازدواج کردن، با پدر ما شدن همسر دومشون. ایشون یک همسر همیشه داشتن، نه که دوتاش در طول هم نه در عرض. این خانم همدم آقای طباطبایی بوده، هم در دماوند هم در قم، در حالی که نه دخترشون یعنی مادر دوست من آقای قدوسی و نه نوهشون هیچ کدام فرصت نداشتن. برخشون تهران بودند و برخ اون خانم هم مشغول نگهداری فرزندان خردسالشون بودن، هیچ کدوم شهادت حسی نداشتن. لذا شاید ببینید این که فکر بکنید هر کسی که مال خانواده است هر حرفی زد باید پذیرفت، از خبران نیست، تحلیل علمی میشه. آیا تو خودت تو مورد حضور داشتی؟ من موردی رو که دختر آقای قدوسی، خودش دختر آقای طباطبایی، زن آقای قدوسی، مادر دوست من، ایشون خودش شاهد حسی بوده، خوندم، پذیرفتیم. چون من نمیگم اینها خلاف واقع میگن، اما اینکه تحلیل بکنید که آقای علامه نباید همچو چیزی فرموده باشن، مگه شما تشریف داشتید؟ مگه شما تو دماوند بودید؟ این نظر چه از دوستم عزیز من، چه از مادرشون، چه از هر کس دیگر پذیرفته نیست. من دلیل دارم، سند دارم، برن با این افراد صحبت بکن. تقاضا دارم در یک جلسه آرا و نظرات فقهی و علمی حضرت علامه رو ناظر به حکومت در عصر غیبت در یک جلسه مجزا تشریح کنید. خب حالا چشم، اگر فرصت بکنم، چون آقای طباطبایی هم تطور فکری داشته، در یک بخشی از مطالبش یک شکلی تو ولایت و زعامت در اسلام داره، تو مجموعه پیرامون مرجعیت و روحانیت آقای مطهری منتشر شده، بعد در المیزان که میشه گفت جزء او آخرین کتاباش هست، همین نظراتی بود که عرض کردم داره. و همه رو بذاریم کنار هم وقت ببینیم چی از توش در میاد. بله حرف خوبیست، فرصت هم کنم چشم. خب ایمیل من راحت، شما در وبسایت من، ایمیل من در وبسایت منه، شما kadiver.com رو سرچ بکنید، اونجا kadiver.mohsen بعد 1959@gmail.com این ایمیل منه، اونجا هم هست، میتونید مراجعه بکنید. منم به ایمیلام چند روز یک بار جواب میدم، همه ایمیلارم میخونم و موافق و منتقد بهشون جواب میدم. این روش من است. خب کدام یک از شاگردان ایشان فکر ایشان را بهتر نمایندگی میکنه؟ تو ایشان منظور آقای طباطبایی باید باشه. خب اسم شاگرداشونو گفتم، اکثر این شاگردان استاد منم بودن. ببینید من همه درس، اکثر درسام رو وامدار آقای طباطبایی هستم، یعنی آقای منتظری شاگرد آقای خمینی و آقای طباطبایی بود، آقای جوادی آملی شاگرد هر دو بود، یه وقته کوتاهی چند روزی بیشتر نه شاگرد آقای حسنزاده بودم، خب شاگرد آقای طباطبایی بود. مدتی به خصوص من غیر مستقیم شاگرد مرحوم مصباح یزدی بودم، اصلا ایشون اولین مدرس بدایه و نهایه در مدرسه حقانی بوده. خب بعد نواراش بود که من اونجا نبودم، ولی که
فایل های صوتیش رو با دقت گوش کردم. کتاب حواشی منظوم، حواشی نهایی آقای مصباح رو به نظر من کتاب بسیار ارزنده است. اون رو مطالعه کردم، مباحثه کردم. بیش از این، این هم یه شاگرد دیگه بود. یه استاد دیگه من آقای مرحوم آقای یحیی انصاری شیرازی که هم شهری من به اصطلاح هستن، منظومه رو خدمت ایشون خوندم. ایشون هم شاگرد آقای طباطبایی بودن. آقای امینی که من باش رفاقت داشتم، ذکر خیر هم ازش کردم امروز، فراوان، ایشون خیلی به علامه نزدیک بود. آقای ایشون میتونم ذکر بکنم. حالا که کدومشون در چه مسئله، اگه تو مسئله فلسفی بخواد ذکر بکنی، خب من فکر بکنم آقای مطهری خیلی به آقای طباطبایی نزدیک بود در مطالب فلسفی. یعنی بخوام نزدیکترینش رو بگم، آقای مطهری است. از آقای جوادی هم به نظر من نزدیکتر. اما به لحاظ سیاسی اجتماعی بگیم، هیچ کدومش. شاید آقای منتظری متأخری کمی نزدیک شده باشد به استادش آقای طباطبایی. آقای منتظری متأخر، یعنی زمانی که ایشون آمده، به لحاظ نظری هم ولایت فقیه رو داره نقد میکنه، اما نمیرسه به آقای طباطبایی. آقای طباطبایی واقعا جلوتر از زمان خودش بود. من این مقدار وقت صرف کردم، خیلی از دوستان دارن به من ایراد میگیرن، آقا تو چرا دارید این امور وقت صرف میکنی؟ میگم آقا دارن تاریخ این کشور رو تحریف میکنن. اگه مدتی بگذره، همین تعدادی هم که زنده هستن اصلا هیچ که نمیدونه چه اتفاقی افتاده. شما از اگر من دار منتشر نمیکردم، از کجا میدونستید آذری قومی همچه کاری کرده؟ یا همین عبارت، با این همه حالا میگن جدول درست میکنن، آقا اینجاش با اونجاش با هم متفاوته. خب من که به شده تدریج اینا کامل شده. بعدم که من که شخصا ببینید، روزی که من در مراسم تشییع جنازه آقای طباطبایی شرکت داشتم، نوشتم. زمانی اومدم عاشقی بودم که بیام ایشونو ببینم، برم ازش سوال بکنم، اما زمانی که رستم ایشون در بستر بیماری بود، از دنیا رفت. فقط تونستم تو تشییع جنازه شرکت بکنم. بعد این عبارت رو وقتی خب اینایی که ازش شنیدن که من اسم بردم، خب اینا الان من واقعا نگرانم. ما با یک زمامداران آزاده که مواجه نیستیم. برن سرم دو نفر دیگه هم هستند، این لااقل دو نفر که من ذکر کردم شهامت کردند، من به شجاعتشون آفرین میگم، اما هنوز واقعا نگرانم که نرن اونا رو تحت فشار قرار بدن. دو نفر دیگه هم هستن در همین اعداد، میگه اسمشون رو بگو. بله میدونم، بنده غیر نامسئولان عمل نمی کنم، غیر مسئولان عمل نمی کنم. اصلا اگر کسی بخوام اسمش رو ببرم، حرفی ازش نقل کنم، ازش میپرسم مجازه یا نه. من میدونم که مامورین ما چقدر ماشاءالله اهل رحمت علوی هستن، اهل رحمت نبوی هستن. اگر اونا اجازه بدن، اون وقت میبینید که مسئله خیلی از اینم سنگین‌تر است که من ذکر کردم. اما اون چه که گفتم با آخرین تصحیحات، اینها هم اشتباه من نبوده غالبش. بله برخی حالا که مثلا حسن در چه سالی متولد شده، در چه سالی وفات پیدا کرده، هیچ خللی به اصل مسئله نمیزنه. مسئله این بوده که این دیدار در کی، در کجا صورت گرفته. در گفتیم تو کدوم روستای دماوند بوده، بعدش هم کی سوال کرده، در چه واقعی بوده، آقای طباطبایی چی فرمودن، به کی گفتن، به بعدم چجوری به گوش من رسیده. ایناش در حد روایاتی که ما توی کتابای اربعمون داریم، به نظر من در همون حد حرفای من قرص ممکن. بیشتر از اونم میخواد دیگه، من که نمیتونم از خودم تولید بکنم. خب اگر نظر علامه با نظر حضرت امام تفاوت داشته باشد، این به معنی ناحق بودن حضرت امام نیست. بین علما معمولا اختلاف نظر است. بله منم با شما موافقم، تردیدی نیست. اما مشکل میدونید سر چیه؟ مشکل با دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست که مثل بولدوزر همه رو میخواد یاران امام خمینی معرفی بکن. یه مثال برای شما بزنم. یکی از کتابایی که من نوشتم در مورد مرحوم شیخ بهاءالدین محلاتی است، به نام اسلام هر چی میخواهند میکنند. اتفاقا مراودات این دو عالم، هر دوتا جزء مراجعی هستن که در 15 خرداد 1342 قیام کردن. سه نفر بودن، این دوتاشون هست. خب بعدن اینا با هم مکاتبه داشتن. این مکاتبات توی صحیفه نور و امام نیامده، دست منه. من کتبیش رو، دستخطشون رو پیدا کردم و درجم کردم. تا کنونم احدی تکذیب نکرده.
نه دفتر تنظیم و نشر آثار تکذیب کرده، چرا منتشر نمی کنید اینا رو؟ اومدم تحلیل کردم اونجا. بعد این آقای محلاتی که از سال 58 جزء منتقدین نظام هست، نامهاش اونجا آوردم، سر اعدام هم هست، دقیقا اشکالایی که میگیره دقیقا سر اعدام هست، سر مصادره هست. اومدن به نام یکی از یاران امام خمینی آقا رو معرفی کردن. آقا چرا دروغ میگی؟ اشکال من به ایناست. این که شابیت میگه ارتکاز ذهنی مردم ایران یا حوزه های علمیه این است که آقای طباطبایی از مدافعین آقای خمینی بود. است. ببخشید شما مثلا معنی ارتکاز رو میفهمید؟ میفهمید ارتکاز با زمین ویسن یا با سادزاد؟ ارتکاز کجا بود؟ برید پیش علمای قم، علمای هر جای دیگه، ببینید ارتکاز ذهنشون چی هست؟ نمشته از این طلبه های تازه بی اطلاع که از هیچ خبر ندارن. مراجع و فقها ها اینا میشنستن و حکما همه اینا میدونن که آقای طباطبایی متفاوت بود. بحث من اینا رو که ذکر کردم، یه دوباره من کامنت میذارن که آقا اینا باعث نمیدونم دلسردی حسن حسین میشد. خب بشه، حقیقت رو باید بدونیم. اگه دروغ نمیگفتن من سکوت میکردم، اما دارن دروغ میگن، دارن تحریف میکنن. بله، آیا علامه در سیاست تحت تاثیر سید حسین نصر رئیس دفتر فرح نبوده است؟ خب اینو ببینید، این شیوه این سوالا، فکر بکنیم هر کسی هر جا بوده تحت تاثیر، یعنی آقای طباطبایی اینقدر بسیط بوده که تحت تاثیر یک نفر قرار بگیره؟ برای شما بگم، من ایران که بودم از آقای نصر دفاع کردم. وقتی ایران بودن کنفرانس گرفتن، آقای دکتر غلامرضا اوانی رئیسش بود، که رئیس مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران بود، که آخرین جایی بود که من در ایران درش خدمت میکردم و از خدمات آقای نصر تجلیل شد. من اونجا تجلیل انتقادی کردم، به 5 محور از نصر تجلیل کردم. 1, 2, 3, 4, 5 هست، میتونید برید بخود. همون وقت تو مجله شهروندم ظاهرن منتشر شد و توی سایت هم هست. وقتی آمدم آمریکا و تو واشنگتن برای کنفرانس رفته بودم، آقای دکتر نصر منو دعوت کرد و با هم نهار خوردیم و اونجا گفت که من مطلب تو شنیدم و خوندم، تشکر کرد، گفت نظر، گفتم نظر من همونه. ببینید آقای نصر هرچه بوده، رئیس دفتر فرح بوده، بله بوده، اما در نظر بگیریم به ایران، به اسلام، به تشیع خدمت کرده یا خیانت کرده؟ من میگم خدمت کرده. من شاهد هستم کتاب های دکتر نصر خصوصا به انگلیسی جز بهترین کتاب ها در معرفی اسلام، معرفی تشیع، معرفی تاریخ فلسفه و عرفان اسلامی است. بهترین است، نه جزء بهترین، به زبان‌های متعدد ترجمه شده. حالا ما بیان همچه خادمی رو به علت این که در گذشتش نقطه ضعفی است، بسیار اون گذشته رو نقد میکنیم، از خدماتش هم تجلیل میکنیم. این مال آقای نصر. بعد از اون آقای طباطبایی 2 کتاب اصلیش رو به درخواست سید حسین نصر نوشته، قرآن در اسلام و شیعه در اسلام. الان هم جز بهترین کتاب‌ها تو این زمین است. اصلا ازش درخواست کرده بود که آقا ما نداریم، بیا شما بنویس، و این کتاب آقای طباطبایی پذیرفته. اما اینکه فکر بکنید این تحت تأثیر اون بوده، شما میدونید، من نمیتونم اثبات بکنم. آقای طباطبایی شاگردای متعدد داشته، متفاوت داشته، ازشون هم باشون هم مراوده علمی داشته. ببینید اون جلسه رو تعطیل کردن، یکیش به همین دلیلی که شما گفتید، چون درش نصر بوده، چون درش شایگان بوده، چون درش کربن بوده، چون درش سپهبدی بوده. خب همین هاست که الان رستیم به این که با هیچ جای دنیا نمیتونیم رابطه برقرار کنیم. همون حرف آقای صافی گلپایگانی میشه که آقا برید با همه ملت ها گفتگو بکنید. خب شما هر کی میخواد گفتگوش بکنید، بالاخره اینا که همشون نماز شب نمیخونن که، روش های دیگر زندگی دارن. خلاصه این سوال، من خیلی سوال تلخی میبینم. این همون تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی که پدر ما رو در آورده. آیا علامه چشم برزخی داشتن؟ خب این همه حرفایی که ببخشید با آقای حسنزاده هم نسبت میدادن، یا داشتن یا نداشتن، اما اینا یک پشیزم برای ما ارزش نداره، قابل اثبات نیست، قابل انکارم نیست.
علامه همچه ادعایی نداشته. یه شما الان یک بازاری درست شده که یک ادعایی دارن کسی که برای ما در قله عقلانیت تشیع، قله عقلانیت اسلامی، آقا چشم برزخی داشته نشد، خب میخوای چه کارش بکنی؟ سوما مازم میخوای چه کار بکنی؟ ببینید اینا رو هر که از من میپرسه میگم من نمیتونم انکار کنم، اما اثباتش هیچ مسئله رو در کشور حل نمیکنه. فضیلتی هم برای هیچ که نیست. منم میتونم بخوابم شب، بخوابم صبح بیدار بشم بگم بله من با چشم برزخی فلان رو دیدم، بهمان رو دیدم. اینا مسائل ابطال ناپذیره. چیزایی که توی اینترنت در مورد آقای بهجت، در مورد آقای بهاءالدین، در مورد آقای حسن‌زاده، اینا رو همه بریزید دور، بریزید دور، با صراحت میگم بریزید دور. این آدم ها آدم های خوبی بودن، اما اخلاق اسلامی داشتن. این که قابلیتی داشتن یا نداشتن خدا میدوند. اینها مواردی است که شیادان هم میتونن بیان ازش سوء استفاده کنن. حواستون جمع باشه. تو زمان جنگ افرادی که ادعای این که ما به ملاقات امام زمان رفتیم انقدر زیاد شده بود که فرمانده دیگه هر بسیجی هر سپاهی که همچه ادعایی میگرفت دستگیرشون میکردن. مبتذل شده بود. همه کاری که الان داره توی فضای مجازی صورت میگیره. چشم برزخی لطفا ببندید. چیزی بعدش به دست نمی آید. بندم نمی دونم همچه آقای علامه آقای طباطبایی همچه ادعایی نداشتن. داشتند هم مسئله شخصی است. من به علم آقای طباطبایی قائلم، نه به چیز دیگرش. مرحوم علامه اصل حکومت اسلامی را قبول داشتند. با کدوم معنا؟ به معنای ولایت فقیه خیر. به معنای حکومت اسلامی در تفکر ابتدایشون بله. دو رساله زعامت و امامت در اسلام بله قبول داشتن. آیا نظر نهاییشون هست؟ خیر. برای همین ببینید یکی از اشتباهات ما اینه که تطور و تحول آراء علما رو در نظر نمیگیریم. فکر میکنیم همه عکسن. نه، فیلمه. باید مجموعه رو ببینید، سر تحول رو ببینید. آقای طباطبایی معصوم نبوده، هیچ که معصوم نیست. حرفایی داشته. من فرض کنیم مسائلی که ایشون در مورد آزادی داره، در مورد حقوق زنان داره، من باشون موافق نیستم، نقدش هم کردم، اما مطالب دیگه بسیار ارزنده داره. من به راحتی به شما بگم من تفسیر المیزان رو حدود نیمش رو مباحثه کردم. اینقدر تفسیر تو زندگی من، تو زندگی فکری من بسیار مؤثر بوده. من از آقای طباطبایی چیزهایی یاد گرفتم که از احدی تو زندگیم یاد نگرفتم. آقای طباطبایی پدر معنوی من هست و خیلی های دیگه. من وامدارش هستم، اما معناش این نیست که حالا هر چی گفته درسته. روش رو مازم، روش ماهیگیری رو ازشون یاد گرفتیم، نه ماهی رو. و اون روش ها برای من ارزش داره. اون اصولی که ایشون تو تفسیر به ما یاد داده، تو تفکر یاد داده، اونا ارزش داره. بله، گفتید که مرحوم مناقبی داماد علامه موثق است، چون از ایشان هم شنیده شده، همین صحبت علامه شنیده شده. ببینید یعنی باز همون حرفا هست که ورداشتی آقایی نوشته که آقا این عیسی سپهبدی که تو گفتی تو این جلسه بوده، نمیدونم همکار مظفر بقایی بوده. او بوده؟ مگه هر کسی به لحاظ سیاسی هر اشتباهی کرد اگه حرف دیگری میزنه نادرسته؟ بله، مناقبی هم ممکنه حرف زده باشه. همه زدن. شما چرا کی نشنیده این حرفو؟ اگه گوشاتون پر گرفتید که نشنوید حرف دیگری هست، اما با گفتن این که مناقبی رو گفته حرف خراب نمیشه. محمد رضا حکیمی انقلابی هم گفته، منم گفتم، خیلی دیگه هم میگن که من الان جرئت نمیکنم اسمشون رو ببرم چون به من اجازه ندادن. خیلی ها شنیدن، همون زمانم هم شنیدن. حالا خانوادش نمیخوان باور بکنن حرف دیگریست. اما این که فکر میکنید مناقبی هر چه گفت غلط گفته، کی همچه چیزی رو میگه؟ هر کسی حرف درست میزن، حرف نادرست هم میزن. به خاطر حرف نادرستش میگیم بد گفتی، حرف درست هم قبول میکنم. ضمناً این حرف به اعتبار اینکه چون مناقبی گفته است، مگه جز سلسله سند من آقای مناقبی بوده است؟ خیر، سلسله سند من یکی از محترمترین شخصیت های حوزه و دانشگاه است. معادلم نداره. چرا از اسم مرحوم جزایری شاگرد مرحوم طباطبایی اسم نمیبرید؟ آیا به دلیل موضع مخالفت شما نسبت به فقه ستیزی ایشان است؟
خیر چیز میکنید، رغم به انگیزه خانی میکنید. خیر، من در مورد مرحوم سید مرتضی جزایری تحقیق کامل کردم، در مورد خیلی دیگه هم کردم. وقت نمی کنم آقا، وقت نمی کنم. من یه حاشیه کارم اینه که این بحث فارسیه. متن کارم اینجا استاد دانشگاه هستم، این استاد دانشگاه اینجا با اونجا فرق میکنه. کلاس رو باید اداره بکنم، 80% وقت آزاد منو میگیره، با 20% من دارم این کارا رو انجام میدم، از خواب خودم هم میگیرم تا بتونم این چیزا رو بیام بگم. خب بله، در مورد آقای جزایری من تحقیق کردم، همه آثارش هم جمع‌آوری کردم. ایشون فقط مسئله فقه ستیزی رو نداره، مسائل مهم سیاسی قبل از انقلاب داره. اون اجازه بده یک زمان دیگه، من با همبنداش هم رفتم صحبت کردم، برای که بدونید من چیا رو میدونم، تا سال 57ش هم دقیقاً میدونم. برای همین بگذارید در فرصت دیگری در این زمینه صحبت خواهم کرد، نوشت مقاله خواهم نوشت و اینا. خدا رحمت کند همشون رو، بالاخره اینها علمای ما بودن. آقای جزایری جزء هسته اولیه مکتب اسلام بوده و جزء آدم فاضلی بوده در فلسفه، در فقه اینها. بعد خب به دلیل مسائلی که به دلیل ایشون بسیار مغزم به قول آقای خامنه‌ای توی پاورقیش نوشته، تو ورقش بر کتاب رسول جعفری نوشته، ایشون مغز متفکر سید هادی میلانی بود، چون مشهد بوده دیگه. بعد در با آقای میلانی ایشون داشتن اتفاقات تدارکی میدیدن که آقای میلانی قرار بوده قبل از انقلاب رهبر معنوی بوده در یک کودتایی که به اصطلاح اون اولین سرلشکر بعد از انقلاب ایران که فرقان ترورش کرد، اسمش اگه یادم بیاد، با اون بودن و مثال اتفاق میفته. رو بگذاریم. بله من میدونم، ولی قضیهش اصلا فقستیزینز وقت من. بله، پرسیدن برای آشنایی با تاریخ و قواعد اسلامی اساسی اسلام چه منابعی معرفی میکنی؟ نظرتون در مورد کتاب محمد آنماری شمیل چیه؟ خانم آنماری شمیل یکی از بهترین نویسندگان که به فارسی کتاباش ترجمه شده. خانم شمیل استاد سه تا از همکارای من بوده، من اسم ببرم که بشناسیدش، یکیش آقای کارل ارنست هست، در شرف بازنشستگی است در دانشگاه یو ان سی تو همین ایالتی که منم هستم. دیگرش آقای ویلیام چیتیک هست که کسالت داره، خدا به سلامتش بداره. ایشون یک بهترین کتاب‌ها رو به زبان انگلیسی در فلواقع چیز رو در معرفی عرفان اسلامی نوشته. اتفاقا رساله علی و علم الهی آقای طباطبایی رو به انگلیسی ترجمه کرده، بخشی از صحیفه سجادیه رو به انگلیسی ترجمه کرده. واقعا اینها نمیدونید چه خدمتایی کردن. و یکی دیگرش همین آقای نابینایی بود که محمود ایوب رساله دکتریش رو زیر نظر خانم شمیل، یعنی استاد راهنماش خانم شمیل بود، و این سه تا دانشجو که تربیت کرده، یک از یک بهتر، خدا رحمتش کنه. و بعد بارها گفتم همین الان بعد از صحبت من سرچ بکنید، برید تو ویکی‌پدیا، که اثاره معتبری هم نیست، سنگ قبر خانم شمیر رو ببینید، نوشته شده الناس نیام و نظاماتون تبهو، مردم خوابند وقتی بمیرند بیدار میشوند. این از پیغمبر نقل کرده تو متون صوفیانه است، ما از امیرالمومنین نقل میکنیم در نهج البلاغه و یا در کتابای دیگه ایشون هست، و یکی از حکیمانه ترین صحبت هاست. گفته رو سنگ رو مزار من اینو بنویسید، من بیدارم، بیدار شدم با مرگ. وقت کتاباش شو، این هر کتابی که ازشون نوشته شده، ترجمه شده، خیلی هاشم بخونید، استفاده بکنید. اینا بزرگان اندیشه اسلامی معاصر هستن، این فقط قله هاشون هست. بله چرا؟ بله سلام، ما گرفتار این حکومت ولایت فقیه شدیم، روش کاربردی که بتوان به این حکومت پایان داد آیا وجود دارد، مثل انتخابات آزاد تحت سازمان فشار سازمان ملل متحد؟ دیگه این سوالا خارج از گفتگوی این جلسه من هست. من مقاله نوشتم تو این زمینه، چند بارم جا منتشر شده، نظام اصلاح ناپذیر و اصلاحات ساختاری، اینو سرچ بفرمایید، توی وبسایتم هست، حرفامو اونجا زدم. راه دیگری، ما اگه اهل انقلاب که نیستیم، دوباره انقلاب بکنیم مثل این از توش در میاد، انقلاب فایده ای نداره. ما دنبال اصلاح ساختاری مسالمت آمیز هستیم. این نظام تا وقتی ولایت فقیه توش هست درست باشه نیست، باید عوض بشه. منتها
اینا هم چسبیدن به قدرت، سپاه دارن، پول دارن، نیروی امنیتی دارن و بسیار مشکل است. اینا رو با مقاومت مدنی باید به عقب نشوند و من را خوشبین هستم این نتیجه میده، اما نتیجه کوتاه مدت نه، نتیجه دراز مدت بله. هرچی بلد بودم اونجا نوشتم. ضمناً فکر نکنید که من راه همه چیز رو دارم. من تو هم حوزه که درس خوندم میتونم نکات رو ذکر بکنم. بعد یه کامنت ها خیلی خوشمزه است، میگه آقا چرا در مورد مسائل اقتصادی مردم نمیگی؟ مردم کمرشان از گرانی شکست. خب من که میدونم تو از کجا داری میخوری که، مگه متخصص اقتصادم عزیز من؟ برای این امور برید پیش متخصص اقتصاد. منم قرار نیست که بیام فقط لالایی برای شما بگم که آقای مشکلات هست. خب بله منم میفهمم، منم خانوادم ایران هست، پدر و مادر من اینجا هستن، منم از همه این دردها بیخبر نیستم. اما راه حل بالاخره ما باید در این امورم صحبت بکنیم یا نه؟ این که نمیشه همه رو خفه کرد که صرفا بیان در مورد گرانی صحبت بکنه. مثل اون زمانی که قضیه زاینده رود پیش اومده بود، یکی از دوستان اصفهانی که آقا چرا در مورد زاینده رود صحبت نکردی؟ خب آقا زاینده رود یکی از مسائل ماست، ده ها مسئله دیگه هم داریم. بله، نظرتون راجع به مواضع سیاسی آیت الله بهشتی در زمینه وضع ماده ولایت فقیه در قانون اساسی چیست؟ خب یه بخشاشو من نوشتم. آقای بهشتی، خدا رحمتش کنه، سید محمد بهشتی، ایشون میشه گفت که فهمیده ترین، دنیا دیده ترین عضو مجلس خبرگان. بقیهشون هیچ کدومشون در حد نبودن. کاری که او کرد ماسوندن ولایت فقیه، آقای منتظری استاد من بخش فقهیشو داشت و آقای بهشتی فی الواقع بحث حقوقیش و بحث سیاسیش رو داشت. خب قابل نقده، من موافق نیستم با اونچه که ایشون فرمودن اونجا، نه تو اون مسئله، تو مسئله دیگه، تو قانون قصاص هم اونجا نوشتم بسیار با موازهشون انتقاد دارم. اما مشکل ما اینه که یک تروریست هایی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران اومدن و این بساط رو درست کردن، این بساط خشونت رو درست کردن. کاری که نظام در اعدام اونام انجام داد غلط، ترورایی که اونا اینجا انجام دادن غلط تر، هر دو غلط. خب حالا ما اینا رو از دست دادیم. تالم که من وارد نقد مرحوم بهشتی نشدم، خب پسرایشون دوست منه، همکار من بود، یکیشون در علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدارس همکار من بود، بسیار هم آدم سالم و روشن و قابل احترامی است، مثل آقای محمد حسین قدوسی، پسر آقای قدوسی که ایشون دوست من، قابل احترام. من بسیار از دوستان رو کمتر جایدم، آدمای بسیار سالم. ولی خب اختلاف نظرم میتونیم داشته باشیم. در مورد من اخیراً مقاله‌ای که اگه نخوندید بخونید، یکی از بهترین مقالاتی است که در زمینه تفکر معاصر نوشته شد، این مقاله اخیر که در مورد آقای مصباح یزدی نوشتم، اونجا از مواضع آقای بهشتی در مورد شریعتی من به شدت حمایت کردم. واقعاً مواضع عالمانه است، واقعاً مواضع عالمانه است، از مواضع آقای مطهری به مراتب منصفانه تر و عالمانه تر تو مسئله موضع گرفت. من انتقاد دارم، اما راهش این نیست که شما پیش گرفتید. خب ببینید، سیاه‌سفید نکنیم. ما شخصیت خیلی خوبی داشتیم، از هر کدومشون یه گلیست که میتونیم یه بوی ازشون استفاده بکنیم و نقدمون هم جای خودش بگیره. بله آقای بهشتی این نکته بسیار مثبت رو داشته، نکات منفی هم به جای خودش داشت. برنامه ریزیش واقعا مورد نیاز بوده، ولی خب حالا این برنامه ریزی وقتی میرسه به انحصارگری روحانیت، خب خیلی قابل مناقشه میشه. بنابراین بذارید حالا انشاءالله یه وقت دیگری، حالا هم این دوستان میخوان همه حرفا رو تو یک جلسه بزنیم، هم در مورد آقای جزایری صحبت کنیم، هم در مورد آقای بهشتی صحبت کنیم، هم در مورد آقای سیستانی صحبت کنیم، هم در مورد خیلی چیزهای دیگه. شما دعا بکنید خدا سلامتی و توفیق و از همه مهمتر یک کمی وسعت وقت بده که من برسم به این همه نظرات شما جامعه عمل بپوشونم. دیگه وقتم تموم شد، یکم 4 دقیقه بیشتر از موعد. از صبر و حوصله همه شما تشکر میکنم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.